عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. ایمان هستم، کوچ تحول، توانمندسازی، استراتژی، رهبری و همچنین مشاور کارآفرینی و کسب و کارم. با یک لایو دیگه در خدمتتون هستم تا بتونیم از یک دریچه متفاوت به زندگی یک از فارسی زبانان تاثیرگذار دنیا نگاهی داشته باشیم. قصد داریم از تلاش‌ها، ناامیدی‌ها، امیدها و انتخاباشون آگاه بشیم که میتونه تاثیر بسیار مطلوبی روی زندگی ما بذاره و ما رو روی مسیری که داریم ثابت قدم تر کنه. ممنون از اینکه ما رو دنبال می‌کنید و این لایو رو می‌بینید. سپاسگزارم. سلام می‌کنم به بینندگان عزیز و شنوندگانی که در پادکست در آینده صدای ما رو می‌شنون. امروز میزبان حامد جان هستم تا بتونیم از دریچه نگاه ایشون تجربیاتشون رو استفاده کنیم. میکروفون در اختیار شما، اگر میخواییم با بیننده و شنونده سلام کنید. با سلام به همه، خیلی خوشحالم، حالا درست من نمی‌بینمتون ولی خیلی خوشحالم که اینجا این رابطه رو با هم داریم و خیلی مشتاق. حالا امیدوارم که این لایو مورد تاییدتون قرار بگیره و یه استفاده ازش بکنیم. ایمان جان بگم، تا حالا من این کارم نکردم، یعنی لایو اینا داشتم ولی طبیعتاً، ولی این چیزا خودش به خودم حرف نزدم. این مقداری خوب ولاده سفره. نه من یاد گلشید کنم، لایو شما با گلشید من دیدم فوق العاده است. مطمئنم الانم مثل همیشه عالی هستین. ممنون، مرسی. دوست داری قبل از شروع خیلی سری من این چیزی بگم، ببخشید هایجک کنم، ولی این قضیه اول که زوم اومده بود، ما یکی از کنفرانس‌های خیلی بزرگ فیلد بود، خیلی هم آدم‌های به قول معروف اونجا بودن و یه کنفرانس گذاشته بودن، منتها همین نمی‌دونستن چه جوری بود. کنفرانس هایجک شد توسط چند نفری که از بیرون اومده بودن، حسابی خلاصه کنفرانس رو به هم زدن. اینا اول می‌خواستن خیلی خونسرد مثلا آروم آروم برگزار کنن، اصلا نمیشه، خیلی شلوغ زیاد کردن، آخر سر اصلا مجبور شدن کنفرانس جمع کنن، یه چیزی که خیلی مدت زیادی بود روش مثلا برنامه‌ریزی کرده بودن و اینا. بعد دیگه کلی معذرت و اینا و بعد یه مدت مثلا خلاص فقط ویدیو فرستاده بودن اون اوایل این چیزا. آره الان دیگه این مشکلات نیست خوشبختانه، ولی خب اوایل مقداری بود. آره توی کلاب هاوس هم اون اوایل یادمه که حالا خیلی اوایل ما فعال بودیم، اونم همینجوری بود دیگه، یه نفر میومد تا مودریتور میشد مثلا رومو میبست. دقیقاً. آره یه کلاب هاوسی بود، آره یادم، من دیگه خیلی وقت دوم باش نگرفته بودم. آره یه دفعه کلی ایرانی اومدیم تو، هممونم رفتیم، حالا نمیدونم دیگه چی شد. خیلی گرفت. آره من یه مقدار خیلی بیزنس مدل اون رو درک نکردم، همون وقتا من باشه کم مشکل داشتم، ولی خب خیلی بهش امید داشتن. منتها آره منم دیگه واقعا چیز زیاد ازش نشدم. فکر کنم خیلی موقع خوبی اومد وقت اون اوایل کووید بود و خب خیلی خونه نشسته بودن و اینا، زمان بندیش خوب بود، ولی خب حالا به هر حال حالا نمیدونم حالا کجا برسه بیزنس مدلشون، ولی خیلی جالب بود برام. آره دقیقاً زمان بندیش فوق العاده بود. خیلی ممنون، متشکرم. ممنون میشم کوتاه برای بینندگانی که نمیشناسنتون خودتون رو معرفی بفرمایید. حتما. من حامد ممانی ام، استاد دانشگاه واشنگتن در سیاتل، توی دانشکده بیزنس، توی بیزنس اسکول. اونجا من مدت نسبتا زیادی دیگه، سنی ازم گذشته، باید به حساب کتاب کنم، 2008 من اونجا اومدم جوین شدم، الان تقریبا بعد میشه گفت 15 سال که اونجا هستم، با این اصاف نزدیک به 15 سال اونجا هستم. رشته کاری من آپریشن منیجمنت شروع شد، مدیریت عملیاتی، تو زمینه سپلای چین منیجمنت، مدیریت زنجیرهای عرضه کار کردم و بعد از یه مدتی سویش کردم به کارهای دیتا. تو سویش کردم، خب من اصلا دکترام تو زمینه کارهای دیتا و مدلینگ دیتا بوده، ولی از زمینه تحقیقاتی دانشگاه سویش کردم به زمینه کارهای دیتا. کارهای هلتکر کار میکنم، کار مربوط به بیشتر کارام، یعنی در حقیقت اپلیکیشن های کاربردش مربوط به زمینه کارهای هلتکر هستش. این از زمینه خلاصه کاری. زمینه غیر کاری هم حالا اگه کسایی که منو فالو میکنن شاید بدونن، تقریبا بزرگترین چیز جانبی من مسافرت زیاد میرم، خیلی دوست دارم یکی میخواد با من حرف بزنه خیلی راحت، کافیه که در مورد مسافرت شروع کنیم حرف زدن، ممکنه ساعت طول بکشه. ممنون، خیلی عالی بود، مرسی. مشتاقم که همه رو با جزئیات بشنویم. من
میرم سراغ اولین سوال. میخوایم برگردیم به گذشته و اولین قدمایی که حامد جان برداشتن تو دوران نوجوانی، تو دوران پیشرفت. من با اینجا شروع میکنم که آیا شما مدرسه تیزوشان میرفتین؟ سوالی خوب. من مدرسه تیزوشان میرفتم. البته اصلا حافظه خوبی ندارم، احتمالا اینجا مشخص بشه تیم مصاحبه. من اون زمان مدرسه تیزوشان راهنمایی بود، دبیرستان بود. من راهنمایی نتونستم برم، نرفتم دبیرستان، رفتم من شهر همدان بزرگ شدم در زمین. حالا اینو من فراموش کردم بگم، من حوالی شهر تبریز، یه شهر کوچیکی به اسم میانه، من اونجا به دنیا اومدم. دوران اول زندگیم اونجا بودم، تا دبستان مثلا اونجا بزرگ شدم. بعد بنا به دلایل حال خانوادگی اینا مهاجرت کردیم به سمت همدان و من دیگه تمام تحصیلاتمو تو همدان ادامه دادم تا موقع دانشگاه. خلاصه همدان، بله، دبیرستان در رفته بودیم، تیزوشان همدان من بودم تا اینکه بیام تهران تا دانشگاه. خب بعد این تیزوشان رفتن به نظر شما میتونه یه عامل اصلی باشه واسه این که الان شما استاد دانشگاه واشنگتن هستین، یا الزام این که از آدم از سن پایین تیزوشان بره؟ نکته خیلی خوبیه. من نمیتونم بگم، خب طبیعتاً من خیلی بچه ها میشتستم که اصلا مسیر رو نرفتن نبودن و خیلی آدم های موفقی بودن، موفق شدن و خب بلکش هم وجود داره. حالا نمیتونم بگم که شاید رابطه خیلی دقیق وجود نداره، منتها یه چیز خوبی که تو مدرسه تیزوشان برای من اتفاق افتاد، یکی از چیزایی که کلا به نظر من یکم مهمترین عامل موفقیت ندن و برای من بکنم برای خیلی هست، اینه که دور و بر آدم کیا باشن. و یه خوبی اونجا این بود که خب دور و بر من خیلی آدمای بچه باهوشی بودن، معلمای خوبی داشتیم. این خب خیلی تأثیر میذاره تو چه مسیر زندگی آدم پیش بره به نظر من. اونجا خب طبیعتاً کمک کرد، نمیتونم بگم کمک نکرد، خیلی هم کمک خوبی بود. معلمای خیلی خوبی داشتم، دوستای خیلی خوبی داشتم و اینا خب بالاخره طرز فکر آدمو یه جورایی شکل میدن دیگه. ولی طبیعتاً من فکر کنم نه، اینجوری نیست که مثلا به کسی نبوده خب نمیتونه همچین مراتبی رو طی بکنه. من فکر نکنم خیلی شاید نتیجه گیری خیلی دقیقی باشه. من یه مقدار خوش شانس بودم در اون زمینه. خب خیلی خوب، هم خوش شانس بودین هم تلاش کردین، چون واقعا مدرسه تیزوشان رفتنم حالا تلاشه خودشو داره. فقط از این دید من پرسیدم، چون توی دایرکت ها این چند روز از پدر و مادرایی که بیننده هستن که و فرزنداشون الان دوران دبیرستان هستن، اینا رو گرفتم که همش نگران آینده بچه‌هاشونه که الان چقدر روشون فشار بذارن برن مدرسه تیزوشان، چقدر نذارن. و این چیزا رو دوست داشتم از نگاه شما بشنوم که نکته خیلی خوبی گفتید. اگر چیزی برای اد کردن ندارید که من ادامه رو بپرسم. اونجا من چیزی برای اد کردن واقعا راستش بخوای ندارم، منتها خب چون شما به این مسئله اشاره کردی یه چیزی حالا من بگم. من فکر کنم برای شخص خود من یکی از بزرگترین، حالا هر مسیری تو زندگی که طی کردم، یکی از بزرگترین، نه یکی که نه، تقریبا شاید واقعا بزرگترین عاملش دوروریان بودن، همونجوری گفتم. و این آدم ها خیلی مهمش خانواده، همین پدر مادر خیلی مهمن. و یکی از، حالا واقعا در این زمینه من خوششانس بودم، آدم لاکی بودم دیگه، اینو دست من نیست، منتها من واقعا خیلی قدر شناس اینم که همین نکته که شما گفتی، هیچ وقت من فکر کنم پدر مادر، مخصوصا پدر من که خیلی نزدیک بودن تو زمینه کارهای چیز، هیچ وقت رو چیزی رو من یعنی واقعا فشاری که میگه خیلی مهمه، فشار خیلی غیر منطقی هیچ وقت رو من نبود. و این خیلی تاثیر داره به نظر من، چون باعث میشه که اون حالت ذهن خلاق آدم یه مقدار خیلی بهتر روش بکنه، تا اینکه حالا توی سری قالب‌های خاص خیلی فشار بیارن یکی و درسته. به نظر شاید میاد یه سری عاملای موفقیت آدم کوتاه مدت میتونه تعریف بکنه که بهش برسه. من دوست زیاد دارم، راستش بخوام الان گفتید دارم بهش فکر میکنم، حتی تو همین زمینه تیزوشان ما دوست داشتیم که از راهنمایی هم تیزوشان بود، ما دوست خوبی هم باش بودیم، منتها خیلی فشار زیادی روش بود. و من همیشه فکر کردم، وقت فکر کردم که این شاید یکم موفق این آدم هایی بشه که من میشناسم، و بعد از مدتی من هیچی از این نشنیدم. حالا یه اصطلاح با امریک خارجی ها دارم میگم برناوت شد، حالا نمیدونم تو ایران واقعا چی حالتیه، ولی من احساس میکنم که انگار یه جورایی برید، ما میگفتیم برید بعد از این مدتی. اینی که گفتی، حالا من طبیعتاً هیچکی در این حد نیست که به کسی بگه چه جور رابطه‌ای باید داشته باشه با بچه یا هر چیزی، ولی خیلی مهمه به نظر من که
انتظار غیر معقول نداشتن و فشار بیش از حد نذاشتن خیلی مهمه. این کم خوبه که آدم بتونه ذهن خلاقش خوب راه بیفته. چقدر عالی و خوب. من یه نکته رو الان یادم اومد غیر مرتبط به این صحبت بگم. دوستان عزیز که این لایو رو میشنوید در آینده یا الان میبینید، من فکر کنم نزدیک یک سال پیش من حامد جان رو دعوت کردم، درسته؟ او راست میگه. آره نگین زشتی. نه نه نه، من خیلی خوشحالم که بالاخره اتفاق افتاد و این نکات رو در این میگید. دقیقا، خیلی ممنون که شما خیلی لطف داشتی همیشه. منم اصلا دوست خوبی نبودم، هی به تعویق انداختم، ولی ما مدتی منم آره خیلی مشتاقم که این لایو با هم داشته باشیم، منتها دوچار بالا پایین زیاد شد و ولی واقعا آره این خوب باعث خوبش میکنه دیگه، چون آدم بعد یه مدتی میرسه خیلی خوب میشن. حالا جالب قضیه اینه که فکر کنم یه بارم شما دیدین من 7-8 ماه پیش شما رو استوری کردم که مثلا من کسایی که بهم دایرکت میدادن و مهمونی رو معرفی میکردن با پیغام خودشون اون مهمانو مثلا چیز میکردم، تگ میکردم، استوری میکردم و من یادم از اونجا میاد که یه سری از دوستان که الان خیلی داشتن تشکر میکردم قبل از لایو توی دایرکت ها، داشتن میگفتن که مثلا آقای ممانی رو کی میارین، آقای پروفسور کی میارین، دکتر کی میارین، هی این پیگیریه بود و من خیلی جذاب بود که آدم ها تو فضای مجازی واقعا دارن منتوراشون رو پیدا میکنن و این خیلی به نظر من نشونای خوبی، بالاخره فضای مجازی داره راه درست خودش رو یه گوشه ای، البته همچنان راه زردش رو بزرگ داره، ولی راه درستش رو یه گوشه ای داره پیدا میکنه. خیلی نکته خوبی که شروع میکنید، دقیقا درسته. حالا در همین راستا من همین اخیرا توی مسافرتی که الان اومدم اروپا، یه مسافرتی مونیخ بودم و یکی از دوستای ایرانی اتفاقا ماشاءالله پسر خیلی خوشتیپی هم بود، اومد تو این برنامه چیز منو کنار آورد، گفت آقای ممانی، گفتم بله نمیشناختم، اتفاقا ظاهرشون اصلا به ایرانی نمیخورد. بعدش گفت من اینجوری فالو میکنم و مدتی دارم فالو میکنم و اینا، و برای منم خیلی جالب بود همین صحبتی که گفتی که یعنی از راه دور خیلی من یکم احساس نزدیکی میکنم که خیلی عالی بود. متاسفانه برعکسش نیست خیلی چون بالاخره یه وقتایی نمیشه چی بشه، ولی اینی که میگی کاملا درسته و خیلی حس خوبی به آدم دست میده. من خود همونجا خب واقعا یه احساس خیلی خوبی داشتم. حالا اگه ایراد ندارید من اینجا یه چیز تو پرانتز باز بکنم، بچه ها همیشه خیلی من لطف دارن و مخصوصا همین اخیرا هم. حالا چون یه سری چیزا در رابطه با گلشیت پیش اومده، یه کلاسی می‌خوایم با هم بذاریم، حالا راجع به شاید صحبت بکنیم یا نه، و این سر قضیه شما هم من خب خیلی ریکوست گرفتم و فالوور میان و خیلی پیغام میدن، فقط اگه کسی گوش میده من اگه جواب ندادم معذرت میخوام، به این معنی نیست که مهم نیست، چون خیلی میگم یه مقدار روز موقع مسافرت خیلی خیلی شلوغی بوده و چند اتفاق پشت سر هم افتاده و دارم برای کلاس هم حاضر میشم، خلاصه اگه جوابی نمیدم به این خاطر نیستش که اهمیت نداره، فقط یه وقتی حتی میبینم فراموش میکنم جواب بدم، یه وقتی اصلا فعلا نتونستم ببینم، زیادم نمیتونم اونقدی که میخوام بیام اینستاگرام، حالا کسایی که دیدم میبینن یه مقدار فعالیت من خیلی کم شده، اینم صرفا بگم که به معنی خلاصه ایگنور کردن نیست. دم شما گرم، فوق‌العاده شما حامد جان. الان که اینجا هستیم اسم گلشید عزیز اومد و حالا اون موضوعی که با گوشی جلو میرید، اگه موافقید اینو الان بازش بکنین بعد استوری رو ادامه بدیم، چون خیلی جای خوبیه الان. اشتیاق الان الان شما دیگه شما رئیسی، هر کاری بگی میکنید. آره اختیار دارین. آره این در واقع این دوره چی هست جزئیاتش و به دردش چه کسایی میخوره، چه جوری میتونن استنویسی کنن؟ این یک دوره کلاس، داستان از اینجا در حقیقت شروع شد که من چون تو زمینه کارهای ماشین لرنینگ یا حالا مثلا هوش مصنوعی کار میکنم و خب بک‌گراند من کامپیوتر نیست، مهندس کامپیوتر یا علوم کامپیوتر نیست، با اینکه من دکترایی که گرفتم خیلی مربوط بوده به این قضیه، ولی خب تو این زمینه به طور خاص نبوده. خیلی من سوال گرفتم که کنجکاو بودن که خب من چه کاری میکنم و خلاص این کنجکاوی بوده و این علاقه بوده و من خیلی دوست داشتم که بالاخره اصلا یه جایی همچین چیزی توضیح بدم، اصلا کاربردهای خیلی گسترده هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و نه فقط تو زمینه کارهای کامپیوتر بلکه تو خیلی زمینه‌های مختلف که واقعا خیلی هم کاربرد داره. خیلی دوست داشتم یه همچین آشنایی باشه و این آشنایی از همه جا بهتر خب بالاخره برای بچه خود ایران و اینا خب خیلی خوبه که همچین کاری بشه کرد و خب خود منم خب تجربه این کارو دارم چون من توی دانشکده بیزنس درس میدم
یه مقدار آشنایی دارم که چجوری با گروه هایی که خیلی پیش زمینه مثلا کامپیوتر رو تکنیکال ندارن چجوری مسائل مطرح کرد و ایده ها رو من منتقل کرد و اینا. ایده از اینجا اومد و خیلی هم خلاصه یه مقدار خوبی دوستان میخواستن که این کلاس انجام بشه. خب گلشن هم که ماشاءالله خیلی فعاله توی اینستاگرام، اونم دوست داشت همچه کاری انجام بده. گلشن شبیه این یه کلاس خودش گذاشته بود توی زمینه کارهای UX که خیلی محبوبه. خلاصه چون همه کانال ها رو داشت و همه کارها رو اینا انجام داده بودن و اینا، دیگه منم گفتم که خب حالا ما یه سری صحبت با هم کردیم و دیگه من گفتم اینجا میگن چرخو دوباره اختراع نکنیم، حالا من همچین کلاس میخوام بذارم. وقتی همچین کانال خیلی خوبی وجود داره از طرف گوشید، از همون طرف گفتیم که ادامه بدیم. آره یه همچین کلاس دوره 10 هفته‌ای میذاریم، خیلی قرار پروژه محور باشه. بچه ها قشنگ حتی کسی که هیچ چی نمیدونه از کارهای هوش مصنوعی تا آخری که کلاس تمام بشه بتونه یه کاری از اول تا آخر در حقیقت خودش انجام بده و یه پروژه خودش بتونه انجام بده. حالا پروژه ها گروهی هم طبیعتاً، ولی خب حداقل در قالب گروه کاملا یاد میگیرن که چجوری کار از اول تا آخر میشه انجام داد. اگه این کارو بتونم بکنم خلاصه من به هدفم رسیدم، خیلی خوب میشه این چیزی. و اینجوری چون بحث هوش مصنوعی برای کسایی که زمینه کامپیوتر خیلی میدونن چی هست، ولی برای کسایی که خارج اون زمینن بعضا خیلی براشون چیز بزرگیه، اصلا خیلی قابل فهمانی نباشه، خیلی چیزهای درشتی توش هست، کانسپت‌های درشتی هست. خوش امیدوارم که بعد این کلاس همه باش احساس راحتی و دوستی باش بکنه. چرا عالی و خوب. خب الان خیلی موضوع عالی شده، چون خیلی دوستان تو حوزه هوش مصنوعی کار کنن و رشتهشون کامپیوتر نیست، رشتهشون بیزینسه، یا اصلا رشتهشون رشته تحقیقاتی و رشته‌های جنراله، اینا میتونن بیان تو این دوره شرکت کنن از صفر پایه تا یه حدی که بتونن یه پروژه هوش مصنوعی رو جلو ببرن، میتونن یاد بگیرن، درسته؟ بله بله. هدف این کلاس لزوما نیستش که مثلا آدم ها رو متخصص بکنه تو هوش مصنوعی، مثلا همچی چیزی پیش منم خیلی رو راست بدم، دانشو برن بالا، با مفاهیم آشنا بشن، با کسی که هوش مصنوعی کار تخصصی میکنه بتونن ارتباط برقرار کنن، بدونن چه سوالایی میشه از اونا کرد، بدونن چه جوری خروجی های اونا رو خلاصه اینترپرت بکنن، بدونن چه جوری مثلا به کارهای مختلف میشه اپلای کرد، مثلا کانسپت های هوش مصنوعی اینا. راجع به تمام اینجور چیزا صحبت میکنیم. متخصص هوش مصنوعی تو این کلاس قطعا ما نمیخوایم چیز بکنیم تعلیم بدیم، چون که خیلی دوره بیشتری میخواد، ولی کلاس ابتدایی خیلی خوبیه که آشنایی پیدا بشه، اصلا بچه ها بدونن که اصلا چه مسائلی میشه با اون دید هوش مصنوعی مثلا نگاه کرد، چه مسائلی نمیشه نگاه کرد، چون لزوما یه چکشی نیست که بشه رو سر هر میخی زد، یه سری مسائلی میشه باش انجام داد، یه سری مسائلی نمیشه باش انجام داد، اینا رو باش آشنا بشن، چه تیپ مسائلی میشه انجام داد، چه جوری مسئله دنیای واقعی تبدیل بکنن مسئله چیز هوش مصنوعی و چه جوری چه الگوریتمایی میتونن استفاده بکنن. راجع به این مسائل میخوایم صحبت بکنیم، یعنی یه مقداری وارد تمام چیزهای برنامه نویس، جزئیات برنامه نویسی اینا میخوایم بشیم از دید یه مقدار سطح بالاتر، مثل هواپیما که داره میره بالا میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که مثلا چه چیزایی میشه انجام داد. خیلی جذاب. من یه زمانی بلاکچین اومدم یاد بگیرم، خب من اصلا داشتم مدیریت بود و بلاکچین و اینا رو خیلی جالب نبود واسم، ولی یه جای دوره دیدم برگزار شد که اومد از بالا به من نشون داد که آقا بلاکچین اینه که این بلوکا داخلش فرمول ریاضی حل میشه، یعنی انقدر کمک کرد. من توصیه میکنم به من که خودم حتما این دوره شرکت میکنم و همه دوستایی که در این لایو میبینن یا میشنون، حتما اگه دوست دارین پیشرفت کنید و تو حوزه هوش مصنوعی اطلاعاتتون رو تو تخصصتون یکم بالا ببرید و به اصطلاح استراتژیک از اون بالا همه چیز رو ببینید، حتما شرکت کنید. حامد جان چجور میشه شرکت کرد؟ آیا هنوز فرصتی هست برای ثبت نام؟ اولا خیلی ممنون که از تعریفی کردی، امیدوارم که بشه همینجوری هم خلاصه همه رو خوشحال نگه داشت. فکر کنم بله بشه. حالا اگه کسایی که خیلی علاقمندن، من توی یه پیج اینستاگرامم، اگه منو فالو کنید، اگه نه که اد بکنید من قبول میکنم، یه هایلایت دارم اونجا، یه ایمیل هست، ایمیل UXLand، مال ایمیل خلاصه این آکادمی گلشید جان هست، با اون ایمیل در تماس باشن تمام جزئیات رو مثلا بهشون از همه چی بهشون میدم و فکر کنم هنوز جا وجود داره برای کلاس. هفته بعد داره شروع میشه در زمین. بعد مثلا ماهای بعدم تکرار میشه در آینده؟
حالا فعلا یه بار رو میخوایم بذاریم. یه بار آره من خودم نه، دلیلش اینه که من خیلی دوست دارم ادامه بدم. حالا ترم که شروع بشه مقدار سر من شلوغ‌تر میشه، حالا بستگی داره ببینیم که چقدر علاقه وجود داره و اینا، میتونیم شاید پیش ببریم، ولی حالا فعلا این قطعا هست تا اینکه حالا دورهای بعدی هم من خودم خیلی دوست دارم، نه تنها این بلکه چندین تا کلاس حالا مختلف تو لول‌های مختلف هم ارائه بدیم. خب اگه زحمتی نباشه نه دیگه شما نمیخواد انجام بدید، من میرم همون هایلایت گلشید و اسکرین میگم، بعد منم استوری میکنم بعد از این لایو. دوستان ممنون. حتما میتونید اون ایمیل رو بردارید، یو ایسلند و یا هر چیزی که ایمیلی هست که باید برای ثبت نام بذارید ثبت نام کنید. خیلی ممنون. من یه چیز نهایی هم بگم که دیگه حالا بخوایم ببریم خیلی دراج موضوع صحبت نکنیم، من تو اون هایلایت ها حالا بخوام به خود شما اینو جدا میفرستم، یه دونه استوری دارم که منابع مجانی کارای هوش مصنوعی ایناست که بالاخره بعضی دوست دارن که شروع بکنن به این کار، ولی خب حالا چون بالاخره این کلاس که حالا یه هزینه ای داره دوست مثلا شاید راحت نباشن برای موضوع، یه سری مسائل منابع مجانی هوش مصنوعی وجود داره، خیلی منابع خوبی هم هستن و من اونا رو توصیه کردم، حالا اونم قشنگ میشه شیر بکنیم با کسایی که دوست دارن خودشون مثلا یادگیری بکنن. چقدر عالی و خوب. دوستان عزیز سوالاتون در مورد این دوره بپرسید، من در طول گفتگو سوالا رو کوچولو کوچولو بین سوالا میپرسم از حامد جان. خب بریم جلو اگر موافقین. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. ما رسیدیم به دوران نزدیک کنکور، آیا رشته ای که قبول شدین همون علاقتون بود یا نه؟ یه نکته هم بگم، چند روز پیش تو ایران کنکور بوده، الان خیلی از خانواده ها از اون طوفان رد شدن و اینا رو میشتم. هنوز همونطوریه درسته، من دیگه تو خانواده و فامیل کسی نزدیکی نیستش که کنکوری باشه، من خیلی اطلاع ندارم، زمان ما که خیلی بساطی بود، فکر کنم استرسش بیشتر شده که شاید کمتر هم نشده باشه. درسته، آره والا. سیستم خیلی خاصی بود توی کنکور. داستان رشته، انتخاب رشته من و کنکوری خیلی داستان جالبی راستش بخوای ایمان جان. من خوشبختانه، حالا اصطلاحش اون وقت میگفتیم، ما میگفتم بچه درس خون، حالا اصطلاح خود میگفتم بچه خرخون، من کنکور رتبه‌ام خوب شد، من رتبه‌ای داشتم که میتونستم تقریبا که نه، یعنی واقعا هر رشته‌ای میخواستم میتونستم برم، و زمان ما حالا باز اینا عوض میشه هر سال هر مدت به مدت، من یادم زمان ما الان نمیدونم چی هست، ولی زمان ما مثلا محبوب ترین رشته رشته برق شریف بود، بعد مکانیک شریف بود، بعد عمران و حالا کامپیوتر و اینا بود، و من خیلی گزینه داشتم که تقریبا همه این رشته ها رو برم. من یه اتفاق جالبی که برای من افتاده بود این بود که من دوره المپیاد سال قبلش که من بودم، المپیاد ریاضی بودم چی بهش میگفتن؟ توی دوره رفتیم، دوره تابستونی المپیاد المپیاد ریاضی، و من به تیم نرسیدم، من مدال برنز کشوری گرفتم، به تیم بچه‌ای که طلا می‌گرفتن. خلاصه تو اون پروسه المپیاد من با چند تا دوست آشنا شدم که بعداً تو یه مدت خیلی خوبی نقش منتور رو برام بازی کردن، و یکی دو تا از اینا رشته مهندسی صنایع رو من معرفی کردن که زمان ما اصلا رشته محبوبی نبود، مثلا میدونم بعدا خیلی محبوبتر شده بود، زمان ما اصلا محبوبیتی که الان داره بعدا داشت و نداشت، و من خیلی یه مدتی راجبش تحقیق کردم، دیگه من تصمیم گرفتم، گفتم که الا بلا من مهندسی صنایع میخوام برم. حالا این قبل از کنکور بود، کنکور رو که من دادم رتبه خوبی گرفتم، و من دیگه تصمیم گرفته بودم، گفتم میخوام صنایع برم دیگه، و من یادم همه شوکه شده بودن، از معلمای مدرسه که مثلا تو این مایه ها که تو مگه دیوونه ای میخوای بری مهندسی صنایع، مردم این همه سعی اصلا لازم نبود این همه سعی تلاش بکنی همچین رتبه بگیری، مثلا خیلی میتونی با رتبه بالاتر بری و اینا. البته اون زمان میگم با الان خیلی فرق داره ها، و اصلا هم قصد چیزی من ندارم، میخوام بگم واقعا رشته خیلی خوبیه، خیلی خوبی بود، من به همین دلیل میخواستم این آدمه. منتها دیگه من تصمیم گرفته بودم و مهندسی صنایع رو رفتم. خوشبختانه یکی از همون چیزهای خوب دیگه همینه که خانواده من خیلی ساپورتیو بودن، با اینکه ته دلشون چه پدر من چه مادر من برادر من خواهر من مثلا خب میشنیدن از دور و بریا که خب چرا مثلا ها میتونه رشته دیگه بره، مهندسی صنایع رو انتخاب کردم رفتم، و واقعا اینکه بهترین تصمیم بود که گرفتم، یعنی
من احساس میکنم که آدم خیلی کم پیش میاد که همچین اتفاقی بود، یعنی حالا شانس آوردم تا حدی، حالا هر چیزی. الانم برگردم واقعا شاید حتی با توجه به همه چیزی که الان میدونم قطعا همون تصمیم رو بگیرم و اون مسیر رو ادامه بدم. حالا در جواب سوال شما، یکم جواب طولانی بود ولی آره دقیقا اون چیزی که میخواستم بود، شد و از اون موضوع هم خوشحالم. خب چقدر عالی حامد جان. یه سری از پدر و مادرها با فرزنداشون لایو رو میبینن و من تو دایرکت ها تقریبا با دایرکت ها زندگی میکنم، میبینم که مثلا میگن که نزدیک کنکور بود این صحبت رو فلان مهمون کردن و ما استفاده کردیم. الان قاعدتا یه توصیه اگر بخوایم به خود اشخاصی که 18 سالشونه و کنکور دادن و دیگه الان تموم شده دیگه منتظر نتیجه هستن، اگه یه توصیه بخوایم به اونا بکنیم در مورد آیندهشون و در مورد مسیری که پیش روشون هست، دقیقا توصیهتون به اون اشخاص چیه؟ مسئولیت سنگینی شد. آره خیلی سنگینی شد، مثلا الان خودی کنکور دادن انتخابش تم کردن دیگه، بعد منتظر بوده شد دید چیه. چیزی که میخوام بگم اینه که چون الان دادین اینو میگم و کسی قبلا میدادن این حرفو نمیزدن، بنابراین گوشاشون رو بگیرن، اینه که مسیر برای موفقیت خیلی زیاد وجود داره، خیلی خیلی زیاد وجود داره. این که اصلا حالا اون چیزی که اگه اولین چیزی که تو ذهنشون نشود یا حتی پنجمین چیزی که تو ذهنشون نشود اصلا نامید نشن. این حالا واقعا میگم حرف بی خودی الکی، مثلا حرف خوب نمیزنم، شیری نمیخوام بزنم، واقعا مسیرهای خیلی مختلفی برای پیشرفت وجود داره. و منی که الان 41 سالم هست دیگه، الان که برمیگردم نگاه میکنم اینم چقدر آدمایی که من مثلا 16 سال 17 سالم بود مثلا چیزی که من فکر میکردم در مورد یه سری از دوستا اصلا درست از آب در نمیاد، کسایی که فکر میکردم خیلی موفق میشن اصلا نشدن، برعکس کسایی که اصلا فکر نمیکردم خیلی دارن موفق میشن. و درستش هم بوده، کسی که فکر میکردم خیلی موفق بوده ادامه داده خیلی موفق شده و اینا، ولی مسیر برای موفقیت خیلی زیاده. اون چیزی پیدا کنن که واقعا خوشحالشون میکنه و اون تو مسیر ادامه دادن، چه رشته ای رفتن و حالا چه دانشگاهی رفتن، اینا خیلی چیزای موضعیه به نظر من. تو طول زندگی خیلی چیزای دیگه مهمتر میشه. خیلی خوب، الان از اون طوفان رد شدن، این صحبت واقعا بخش بود. اولین کاری که باید بکنم ریلکس کنن، قسمت خیلی خوبی فقط ریلکس کنن، بعد آره دوباره حالا میتونن کم کم مسیر بعدی زندگی فکر کنن. آره و جالب هست اینه که وقتی تموم میشه، رد میشه آدم از دهه 20ش میره تو دهه 30 دیگه، حالا من 35 هم البته هنوز وسط 30 هم، مثلا میرسه به اون وسط ها دیگه اصلا میبینه که اصلا کنکور چی بود. دقیقاً ها، دقیقاً این حرف درست که چقدر حالا موقع نگران بودی. دقیقاً، نه تنها ما خودمون، اصلا یه خانواده نگران بود، مثلا خیلی چیز فشار زیادی بود برای مثلا 4 ساعت امتحان منتها دیگه. آره دیگه، دیگه همینجوریه که هست. خیلی هم خوب، ممنون از شما. رفتین دانشگاه و رشته مالی صنایع که علاقه من بودین، چی شد به مهاجرت و در واقع اپلای کردن فکر کردین؟ فکر کنم جو دانشگاه مؤثر بوده. کاملا کاملا دو تا بود به نظر من عاملش، یکی دقیقا همین که میگه جو دانشگاه. حالا من دانشگاه شریف بودم، مثلا اینجوری بود که از اون یه جورایی ترم اول میافتاد میرفتون شریف، یه جورایی همه به فکر اپلای کردن اینا بودن، مثلا توی یه سری رشته ها، حالا تو فیلد ما که نه، ولی مثلا تو رشته مثل برق و کامپیوتر و اینا بچه‌ها واقعا از همون ترم دوم سوم دیگه بعد میافتن توی خط اپلای کردن. یه قسمت زیادیشون بود و خیلی هم منابع وجود داشت، بچه‌ای بودن که همکلاسی بودن که سال بالایی اومده بودن خارج از کشور، حالا اروپا یا آمریکا یا هر جایی، و در ارتباط بودن خیلی کمک می‌کردن. یکی خلاصه این جواب بود، یکی هم به شخص خود من خیلی که الان یه جورایی تو خودم میفهمم چرا، ولی خیلی عشق و علاقه شو داشتم، الان میفهمم چرا، به این دلیل که میدونم که واقعا چقدر به مسافرت علاقه مندم. و اون وقت یه قسمتش درونی بود، مثل هر چیز دیگه تو زندگی دیگه، یه قسمتش درونی بود و یه قسمتش هم محیط و بیرون بود که رود دست به دست هم رو هم داده بودن. ولی من آره خودم خیلی کنجکاو بودم به زندگی بیرون ایران، کسام ببینم چه جوری هست، اونم خودش خیلی تاثیر داشت. ولی خب خوشبختانه دانشگاهی هم بودم که دانشگاه خوبی بود برای این موضوع، که خیلی منابع وجود داشتن، خیلی راحت میتونستم بچه‌ها چی بکنم. چقدر خوب، عالی. شما اپلای کردین برای MIT،
فکر میکنم دکتر مستقیم، درسته؟ بله بله. چه چیزایی میخواست اون موقع واسه این که بتونیم دکتر مستقیم فاند بگیریم MIT؟ اینی که گفتی یاد یه چیز افتاده، اگه اشکال نداری من بگم. من MIT داستان جالبی داره. ما سال آخه من تو فیلد خاص بودم، میگم من تو صنایع بودم، بچه‌ها میگم برق و اینا، خب داشتن بچه‌ای که رفته بودن MIT. فیلد ما من فکر کنم فقط یکی دو نفر بودن، اونم فیلدای مربوط رفته بودن، فیلدای یه مقداری یکم متفاوت رفته بودن. فیلد مربوط اصلا MIT دانشکده صنایع مثلا نداره. من موقع سال که شد اپلیکیشنمو پر کردم، خیلی اپلیکیشن پر کرده بودم، نزدیک 15 16 تا پر کردم. اون وقتم دانشجو بودم، من واقعا خیلی چیزا نمیدونستم. من یادم یه قسمت زیادی اپلیکیشن پر کردم بود که پول اپلیکیشن فی دانشگاه چقدره. اون زمان یادمه فلوریدا و تگزاس ارزان‌ترین ایالت‌ها بودن. من سه دانشگاه فلوریدا پر کردم، سه دانشگاه تگزاس دانشگاه اپلای کرده بودم، کل دانشگاه دیگه اپلای کرده بودم. بعد یک استادی من داشتم تو شریف، خیلی واقعا خیلی منو کمک کرد و واقعا یکی از مسیر زندگی من خیلی عوض کرد. استاد پروژه تز لیسانس منم بودن، دکتر عشقی، از جمله ریکامندرهای من بودن. من رفته بودم که ریکامندشن لتر بگیرم از ایشون. لیست دانشگاه های من نگاه کرد و گفت خب پس چرا اینجوری جاها، مثلا چرا سه جا مثلا فلوریدا اپلای کردی، چرا جای دیگه اپلای نکردی؟ گفتم آخه اپلیکیشن فیش $30 برای مثلا 60. و من این نگاهی کرد که مثلا جدی میگن چه دلیل نشد که. گفت اینا رو جمع کن برو یکی دو سه جای دیگه هم اپلای کن. گفتم آخه کجا اپلای کنم؟ گفت برو MIT. گفتم MIT رشته نداره؟ گفت نه، یه همچین رشته‌ای داره که مربوطه. من یادم همه اپلیکیشن‌ها رو فرستادم MIT، رفتم نگاه کردم دیدم که ددلاینش هفته بعده، یعنی اون وقتی من ایران بودم هیچ چم اقدام نکردم، هفته بعد بود. بعد اصلا اقدام گفتم اصلا فایده نداره که اقدام نکردم. بعد خود ایشون من یه بار تو همون راهروی دانشگاه دید و گفت اقدام کردی؟ گفتم نه. گفت چرا اقدام نکردی؟ گفتم اون هفته بعد اصلا ددلاینش نمیرسوندم. آها، یه نکته مهمش هم این بود، نمره تافلش من نمیرسوندم. همه جا مثلا نمره تافل 550، اون زمان نمره هایی که هم فرق داشت 550 یا 570 میخواست، من مثلا 580 اینا بودم. MIT جزء مدد دانشگاه بود که 600 میخواست مینیمم و من نمیرسوندم مینیممش. گفتم مثلا معنی نداره، هفته بعد اومدم مینیممش نمیرسم، نمیتونم دوباره امتحان بدم اینا. واقعا دستش تا نکنه دکتر عشقی گفتش نه تو اقدام کن، چیکار داری اقدام کن، مثلا چی میشه دیگه. حالا اون وقت گفت مثلا 60 70 دلار پول چیز اپلیکیشن فی انگار انداختی دور. منم پول زیاد من مهم بود برام، گفتم یعنی چی انداختی دور؟ نمیشه میدونم تافل نمیرسم چرا اقدام کنم. ولی واقعا اینجوری شد. من یادمه من یک چندین ترم من تو ایران تی ای بودم، تمام پول تی ای هامو جمع کردم و همه کارهایی که دانشگاه کردم، گفتم دیگه حالا MIT و دیگه حالا دیگه چی میگن دیگه ما اقدام کنیم ببینیم چی میشه دیگه، پول میریزیم دو. اونا چیز کردم و مستقیما پول پستشو دی اچ ال کردم به MIT و تافلش هم نمیرسونم. ولی یادمه یه ایمیل بلند بالا زدم به ادمیشن کمیتی و که من اینجوری نمیرسونم ولی قول میدم که شما به من تذیرش بدی، من دوباره تافل بدم و 600 برسونم. دیگه همون شد که خوشبختانه خلاصه به من گفتن که اوکی دوباره تافل بده، ولی گونم حتی از من بعدش نخواستن دیگه. یعنی من گفتم حالا اشکال نداره بیام اونجا تافل بدم، گفتم باش اینجا بده، اونجا هم رفتم دیگه اصلا کاری نکردن. ولی داستانش جالب بود، یعنی کاملا آدم یه سری مسائل حالا به این دلیل برای من جالب بود که تصادفی یه چیزی جلو من افتاده بود، جلو پای من افتاد. حتی دانشگاه دیگه هم رفتم، خیلی دانشگاه خوب بودن، یعنی من نمیخوام بگم که حتما آدم باید دانشگاه خاصی بره، ولی به طور خاص من احساس میکنم تاثیر مهمی داشت روی مسیر زندگی من اون جایی که رفتم و خیلی تصادفی اونجا رفتم. یعنی من واقعا اگه این استاد رو من نداشتم، نمیدیدم اون روز مثلا اشتباهی همینجوری تصادفی توی مثلا راهرو، هیچ وقت این اتفاقا نمیافتاد و واقعا نمیدونم مثلا مسیر زندگی به چه جنبی میره. خیلی نماینگر اینن که میگن این بال پروانه یه جایی یه اثر بزرگ یه جایی داره، همونجوری. چقدر عالی و خوب. اون موقع شما توی سیویتون چه چیزی برجسته بود که تونستین دکترا مستقیم بگیر؟ مقاله داشتین؟ من رو مقاله داشتم کار میکردم، روی مدل خوب داشتم برای تز لیسانس هم داشتم کار میکردم با همین دکتر عشقی. اون فکر کنم خیلی براشون جالب بود و بعد از اونم همین دیگه، نمره ها و ریکامندیشن ها و نمره های جیاری من خوب بود. نمره تافل من خوب نبود، نمره جیاری هم دو قسمت داشت، نمره مربوط به زبانش طبق معمول خوب نبود، من زبان خیلی قوی نداشتم وقتی اومدم، ولی اون یکی قسمت هاش خوب بود، اون یکی قسمت هاش من فول گرفته بودم و اون تا
تاثیر مثبتی داشت. ولی فکر کنم بیشترین چیز این بود که تزم بود و یکم خوش شانسی هم داشتم که اونجا یکی دو تا استاد بودن که واقعا تو زمینه که تزی که من کار می‌کردم علاقه من بودن. گو این که اصلا من بعد رفتم توی زمینه دیگه کار کردم، یعنی هیچ رفتی به اون چیزا نداشت، یعنی ممکن بود به اون دلیل رفتم اونجا ولی اصلا مسیر عوض شد. خیلی هم خوب. شما فکر کنم تو سن 22 سالگی اومدین MIT، درسته؟ یا شاید هم زودتر. دقیقاً 22 درست میگم. اومدین MIT، اولین چالش‌های مهاجرتتون چی بود؟ و آیا امریکا تنها بودین یا پیش خانواده بودین؟ نه من کسی نبود امریکا، خودم بودم. البته خب پدر من خودش تحصیل کرده بودن توی USC دانشگاه سادن کالیفرنیا، ولی مدت ها پیش بود اومده بودن ایران. نه من کسی نبود توی آمریکا، خودم بودم. خیلی ذوق داشتم، اینقدر چالش نبود، خیلی برای من همه چی نو و جدید و اینا بود و همه چالش ها هم خیلی خوب قبول میکردیم. بچه خوبی نبودم که خیلی دلم تنگ بشه خواسته برای خانواده. منتها برای من اوایل واقعا زبان چیز بود، یکم باش چیز داشتم، خیلی من زبان روان نبودم. و اینی هم که استادی که من باش کار میکردم اول یک استاد یونانی زبان بودن که خود آمریکایی‌ها که چه خود یونانی هم نمیفهمیدیم وقتی انگلیسی حرف میزدیم، با لهجه خیلی غلیظ یونانی حرف میزد. بعد منم که اصلا زبونم خوب نبود دیگه، هیچ چی دیگه تو جلسه فقط در دیوار نگاه میکردم. بعد مدت میخواستم برم مثلا ضبط کنم صداشو. خیلی اون اول مقداری سخت بود. خب توصیه‌تون به کسایی که تازه بگید. نه میخواستم وارد چیزی بشم ولی جدا میشه. آره بگید اتفاقا باحال‌تر وارد همون مسیر خودتون. یکی دیگه از چالش‌ها این بود که من حالا اینو میگین، این حالا چیزی که خیلی آدم اطلاع ندارم، ولی من خیلی تا لبه این رفتم که من MIT حتی بیام بیرون یه جورایی، چون من مشکل اساسی پیدا کردم با استادم، همین استاد اولی که یونانی که میگم، الان با هم خیلی خوب هستیم و جوری ما. ولی اون وقت یادم یه سری مسائل از ریسرچ شروع شد، منتها من خیلی آدم ناپخته بودم، خیلی خام بودم و نمیتونستم چی میگم به قول معروف، اینا همه چیزایی که آدم بعدن تو زندگی یاد میگیره دیگه. من مثلا اختلاف داشتیم، مثلا استاد من میگفت تو برو روی این زمینه کار کن، این بعد جواب بده، و من میدونستم اون جواب نمیده چون من روی زمینه کار کرده بودم. استاد خوبی بود، استاد باهوشی بود، ولی خب من خیلی وارد قضیه بیشتر بودم تا این، و من اینو خوب نمیتونستم کامیونیکیت کنم. یعنی اون وقت من یاد نگرفته بودم که چجوری میشه محترمانه به یکی ببخشید من میخوام بعضی چیزا ترجمه‌اش قاطی میشه، خلاصه نمیتونستم خیلی راحت با یکی محترمانه بهش بگم که من باهات مخالفم، این درست نیست به این دلیل. آره یه جوری خیلی بد میتونست یعنی باهاش برخورد میشد، و این بعد از یه مدتی بحث ایگو پیش اومد، یعنی فکر کرد که من اصلا اینو قبول ندارم و اینا. خیلی مشکل اساسی ما پیدا کردیم و این گفت که دیگه منو ساپورت نمیکنه، ساپورت مالی نمیکنه. و من بعد از 2 سال توی MIT با اینکه نمره، مثلا من تنها کسی تو کلاس خود این آقا بودم توی MIT که نمره A پلاس گرفتم ترم اول، خیلی هم به منم گفت تنها کسی هست که A پلاس گرفتی، کسی A پلاس نمیگیره، خیلی خوب بود. ترم دوم انقدر من با این مشکل داشتم، تمام نمره های من A پلاس بود، به من B داد. بعد من رو برستم بهش گفتم چرا من B داد، اینه با شروع کم حرف، بازم همین بلد نبودم جوری حرف بزنم، خیلی مستقیم باش حرف میزدم. گفت خب من نمره من اینه، نمره من اینه، نمره من اینه، چرا من به من بی دادی؟ آخرش اینجوری کرد، گفت حامد اینا رو بذاریم کنار، تو از دید من بی هستی، هر چقدر میخوای دلیل بیار، آره تو بی هستی. و من اونجا یه مقداری سیگنال گرفتم که اوضاع خوب نیست. حالا به هر حال، ولی من بعد از یه تقریبا 2 سال خیلی پرتلاطم داشتم، صرفا به این خاطر که سر چیزای جانبی، نه سر چیزای درسی و علمی. درسی و علمی خیلی خوب بود، منتها سر رفتارهای انسانی من نتونستم با این استادم ارتباط خوب برقرار کنم. و تقریبا بعد 2 سال که قطعا میگفت دیگه من ساپورتت نمی کنم، من باید با یکی دیگه کار میکردم، و طول کشید تا نفر دومو پیدا کردم. ولی خوشبختانه نفر دومی که باش کار کردم یه جورایی تمام اتفاقای بعد زندگی به خاطر این افتاد. همینه که آدم نمیدونه واقعا یه چیزی که در لحظه ممکنه براش یه چیز چالش و یه چیز خیلی منفی باشه، ممکنه خیلی بلسینگ باشه، تو طولانی مدت خیلی چیز خوب، اتفاق خوب باشه برای آدم، ولی آدم تو اون لحظه فکر کنه که چه اتفاق بدیه.
و آره این اتفاق برای من افتاد که من اصلا واقعا یه مدت من احساس کردم که من ممکن حتی دانشگاه برم بیرون، چون لحاظ علمی من مشکل نداشتم ولی پول نداشتم دیگه، چون کسایی که پی اچ دی میکنن همه روی فاینانشال اید توی آمریکا حساب میکنن دیگه، وگرنه من فقط سالیانه نمیدونم 67000 دلار بعد پول شهریه بخوام از جیب بدم که من نداشتم. خیلی مهم بود که یکی پیدا کنم که بتونه من فاند بده و طول کشید ولی خب بالاخره پیدا شد و من استاد دوم پیدا کردم. خیلی درسم یاد گرفتم، خیلی رابطم باش خوب بود خیلی محترمانه تر میتونستم باش ارتباط برقرار کنم و خب تو مسیر خوبی خوشبختانه افتادم، ولی خب اونم یه چالش دیگه بود. منتها یه چالش دیگه بود که در راستای اینکه روابط انسانی به قول معروف، ولی خب یه درسی بود که من گرفتم. منتها اونجا میگن I learned it the hard way. یه مدت خوبی روی استرس بودم. یه مدت خوب. حالا در مورد همین تجربه که واقعا ممنون با ما به اشتراک گذاشتین، اگه بخواین یه توصیه کنید به کسایی که الان دانشجو تی ای یا کلن دانشجو هستن و با یه استادن کار میکنن، توی همچین موقعی چجوری گفتین که من یاد نگرفته بودم که صحبت نبود بکنی یه کار روش دیگه بری جلو، اون روشه چیه که الان کسایی که میشنون یاد بگیرن؟ چون خودتونم استاد هستین کاملا میدونید چیه. آره واقعا روش خیلی خیلی سخته این سوال جواب دادن. رابطه من یه مقداری خب یه مقداری میگم جوونی کرده بودم. من اینو منتظر بذار اینجوری بگم، من خودم دانشجو داشتم، دانشجو ایرانی داشتم، دانشجو غیر ایرانی داشتم. الان خیلی کمتر دانشجو قبول میکنم به خاطر نحوه کار ریسرچی که دارم، ولی مثلا اولی که دانشگاه واشنگتن بودم خیلی دانشجو زیاد داشتم، دانشجو خیلی موفق ایرانی هم داشتم. اینو یه چیزی رو میخوام به بچه ها بگم اگه اونجا میخوان وارد دانشگاه بشم، با اینکه بعضا این ممکنه به ظاهر اینطوری نیاد، یه چیزی رو باید بدونن و اونم اینه که واقعا استادتون، حالا من نمیتونم در 100% موارد بگم، در خیلی از موارد واقعا چی میگن نیتش برای شما خوبه. خب ممکنه حالا در ظاهر یه وقتی اینجوری پیش نیاد، ولی معمولا اینجوریه که توی دانشگاه هایی که حالا حداقل دانشگاه آمریکا و میدم دانشگاه اروپا اینجوریه و کانادا و جاهای دیگه، اینسنتیوا توی راستاست، یعنی خوبی شما خوبی استادم هست و بالعکس، بنابراین خیلی دوست دارن که شما موفق باشین. حالا ممکنه میگم یه وقتی تحت فشار بذارم یا مثلا یه وقتی باهاتون موافقت نکنن در یه سری موارد اینا، ولی همیشه مد نظر باشه که استاد لزوما به چش استاد نگاه نکنن که به چش منتور و استاد نگاه بکنن. البته میگم موارد خاص داره که این درست نباشه، ولی با این نیت پیش برن که میخوایم با هم، ما یه تیمی میخوایم با هم یه چیزی رو یه مسئله حل کنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. یه ایراد من خود من که میخوام بقیه اینو تکرار نکنن این بود که من به هدف متاسفانه هدفمو کوتاه مدت میدم اون اوایل، خب و این درسی بود که بعدا یاد گرفتم. این هدف کوتاه مدت بود، هدف من این بود که من این هفته به استادم بچه تحویل بدم که از من خوشحال بشه بگه باری کلا حالا برو این کارو بکن. خب هدف من این بود که میتینگا رو رد بکنم، هدف من بلند مدتی نبود که من مثلا میخوام یه مسئله بلند مدت خیلی خوبی رو میخوام حل بکنم و میخوام با هم مسئله حل بکنم. خیلی کوتاه مدت یه مدت به قضیه نگاه میکردم، ولی بعد یه مدت اصلا صاحب مسئله شدم، نمی کنم مسئله منه، من باید اینو حل بکنم. حالا چه استاد راضی باشه از من هفته به هفته، چه یه هفته ناراضی باشه، چه یه هفته سر من میخواد داد بزنه، مهم این نیست، مهم هدف بلند مدت، هدف طولانیه، اونو نگاه بکنیم. تا یه مدت زیادی من فقط میخواستم استاد خوشحال نگه دارم هفته به هفته و اون واقعا استراتژی خوبی نبود. به طور کلی همین، به چش یه تیم نگاه بکنیم که خب اونا بالاخره مقدار تجربه دارن، میدونن چی رو باید کار انجام بشه و با هم میخواین خلاصه یه هدف مشترکی برسیم. خب خیلی هم عالی، واقعا ممنون. همونجور که خودتون گفتید سخت بود این تجربه و مرسی که حامد جا خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی تجربتون رو در اختیار بقیه میذارید، چون آدم بعضی وقتا پوستش کنده بشه تا درس بگیره، ولی الان ما این آره دقیقاً. یکی از نکات خوبی که سن آدم میزنه که سرش داده یه مهم نیست دیگه. شاید این موضوع رو من مثلا 5 سال قبل نمیگفتم، ولی خب الان خب به احساس کنم راحت تر میتونم بگم. خیلی خیلی نکته خوبی بود. اگر نکته میخواین اد کنید بفرمایید برم ادامه موضوع رو بگم. نه دیگه چیزی رو زنیم من نمیرسیم. ماشاءالله شما خیلی خوب دارید مصاحبه رو پیش میبنید. محبت دارین حامد جان.
خب شما MIT بودین، استاد بعدی رو پیدا کردین، رفتین توی فیلد. در مورد اون فیلدتون و موضوع اصلی تزتونم اگر بگین، چون خیلی از من پرسیدن، ممنون میشم. تز دکترای من که خیلی جالب بود، اخیرا دوباره خیلی اومد روی فوکوس و از چندین تا کانال، مثلا حتی از لندن یکی دو تا مجله روزنامه من زنگ زدم و حرف زدم، شد که زمان کووید دوباره این اتفاق افتاد. من تز دکترام این بود که رو زمینه واکسن آنفولانزا بود، منتها تهیه و توزیعش، سپلای چینش، مدیریت زنجیره عرضه، خلاصه واکسن آنفولانزا. کار خاصی که ما کرده بودیم این بود که ما دو تا فیلد اینجوری به هم ربط داده بودیم، فیلد اپیدمیولوژی که زمینه واقعا تو گسترش مریضی رو نگاه میکنه، با تیکه بیزنس، این دوتا رو داشتیم به هم ارتباط میدادیم و یه مدل خاصی من در آوردم که این دوتا رو با هم، به قول معروف، دوتا موضوع رو با هم نگاه میکرد و از این جهت مسئله جالبی بود و ما داشتیم جنبه های مختلف قضیه رو نگاه میکردیم که مثلا یه دولتی باید با تهیه کننده های واکسن که مطمئن با خیلی خلاصه منیوفکچر ها و کسایی که واکسن تولید میکردن با ما زنگ میزنن، ما با هاشون در ارتباط بودیم، چه جور قراردادی باید بین اینا باشه که اینا به اندازه کافی واکسن تولید بکنن، چون مشکل واکسن آنفولانزا اینه که اصلا سود نداره، اصلا سود نداره، حالا برخلاف واکسن کووید که قضیه فرق میکن، واکسن آنفولانزا واقعا سود نداره برای کسایی که تولیدش میکنن، دارن میکنن برای اینکه یه جورایی باید بکنن، حالت کمک به جامعه و اینا، حالا سود میکنن ولی یعنی خیلی براشون بهتره که اون سرمایه‌گذاری یه جای دیگه بذارن و یه سری واکسن‌ها و یه سری داروهای دیگه تولید بکنن که خیلی سود داره. ما کلا به این نتیجه رسیدیم که چه جوری باشه که یه قراردادی باشه بین دولت و این تهیه کننده های واکسن که به اندازه کافی واکسن تهیه بشه و تو جامعه پخش بشه. یه مسئله این بود. یه مسئله دیگه ای که نگاه کردیم که باز تو زمینه کووید خیلی مربوط میشد این بود که ما نگاه میکردیم میگفتیم که اصلا مثلا در مورد واکسن آنفولانزا یه سری کشورهای مثل آمریکا یا مثل اروپا، اروپای غربی، اینا خیلی پول خوب دارن، خیلی خوب میتونن جامعه خودشون رو ایمن بکنن در زمینه این آنفولانزا، ولی آنفولانزا رو نگاه بکنین همیشه از کشورهایی در میاد مثل کشورهای شرق و آسیا و حالا بعضن جنوب آمریکا و اینا، اینا کشورهایی هستند که خیلی دسترسی به واکسن اینا ندارن، پول ندارن و ما داشتیم یه مسئله یه نگاه میکنیم که چجوری میشه این پول خلاصه تو این سیستم تکون داد که آدم به اندازه کافی واکسن جایی داشته باشه که واقعا نیازش هست، که اینجوری میتونیم با احتمال خیلی زیاد واکسن همونجا ما نگه داریم، مریضی همونجا نگه داریم که پخش نشه بقیه دنیا. خلاصه چندین تا مسئله بود که ما در زمینه تهیه و توزیع واکسن آنفولانزا ما نگاه کردیم و اون وقت بود، من یادم 2000 من 6-7 بود، زمینه مثلا من توی ریسرچ من در زمینه مثلا سوشال دیستنسینگ حرف می‌زدم، از این حالت چیزا بود، حالت واژه فارسی شد من نمیدونم چیه، برای اینی که مثلا همین اتفاقی که سر کووید افتاد دیگه، آدما با هم نزدیک نشن، ماسک بزنن، این حرفا. اون زمان ما مثلا فاصله اجتماعی نه. اون وقت ما مثلا این مسئله نگاه میکنیم. کار در زمین کووید دوباره این مسئله پیش اومد دیگه، چون واکسن کووید هم خیلی مسئله خیلی خاصی بود، دوباره این مسئله ریسرفس کرد. برای زمینه کار خلاصه پی‌اچ‌دی من اون بود که دیگه خیلی ازش فاصله گرفتم، منتها کار جالبی بود اگه بتونم خودم بگم. بغلده بود زمان گذشته، این تو 2-3 گذشتم که خیلی فکر کنم بهش نگاه شد و دوباره بولد شد، خیلی شد. آره ده. یه سری چیزای خاص داره واکسن کووید، از یه سری ایجاد خیلی متفاوته از واکسن آنفولانزا و ایجاد خیلی شباهت هم داره، یعنی هم شباهت خوبی داره هم نقاط تفاوت خوبی داره. یه کسی میتونست خیلی روش کار تحقیقاتی بکنه که میدونم چند تا همکارم کرده بودن، منتها دیگه من یه مقداری فاصله گرفتم از اون دیگه، همین که تونستم واکسن کووید خودم بزنم خیلی خوشحال بودم. خیلی هم عالی. شما بعد از دفاع پایان‌نامه‌تون کجاها را اقدام کردین؟ ابتدا واسه تدریس و کار در مورد اون روزا هم اگه صحبت کنیم ممنون میشم. قبل از اینم خیلی آره دقیقاً خیلی کار، یعنی من بعد کنکور اونجا من یه مقدار استرس و فشار گرفتم واسه شو بخوام، یه مثل کنکور ایران بود چون که یعنی حتی برای پذیرش دکترا انقدر نبود که برای گرفتن کار بعدش بود، چون که
کار ما، من میدونم تصمیم گرفته بودم من کار دانشگاهی میخواستم بکنم، اگه هیچ گزینه کار دانشگاهی نداشتم دوست داشتم برم بیرون کار کنم، ولی برای بکاپ بود. و کار دانشگاهی خیلی سخته متاسفانه توی آمریکا پیدا کردن، چون تعدادشون خیلی کمه. از اون مهمتر برای من مهم بود که جای خوب برم. من آمریکا خیلی دانشگاه خوبش، شهرهای خیلی پرتن، من اصلا دوست ندارم این موضوع رو، چون خود MIT شهر خیلی خوبی بود، شهر کمبریج که حالا با بوستون و کمبریج با هم بودن خیلی شهر خوبیه و یه جوری استاندارد منو برده بود بالا و نمیخواستم. مثلا من خیلی دانشگاه هست، حالا من اسم نمیخوام بیارم، واقعا دانشگاه خیلی خوبی هن، ولی شهرشون یه جوری که من به هیچ وجه نمیتونم زندگی کنم. یعنی میتونم مثلا کوتاه مدت 2 سال برم مثلا یه مستر بگیرم یا حتی 4 سال بخونم PhD بگیرم، ولی اینکه برم اونجا کار کنم و زندگیمو بخوام اونجا بذارم، من تو این فکر نبودم. خلاصه ترکیب دانشگاه خوب و شهر خوب و کار دانشگاهی خیلی گزینه ها رو محدود میکرد. اونجا اینجوری که ما با همه اقدام میکردیم ببینیم حالا کدوم گرفت کدوم نگرفت. و برای کار هم یه اتفاق جالب افتاد، شبیه همین کار، دوباره برمیگردیم به همون حرف، شبیه رشته صنایع شد. این بود که من انقدر متاسفانه مصاحبه نتونستم اون وقت بگیرم، چون انقدر کارینام نبوده که مسئله دیگه بود، منتها همه جایی که مصاحبه گرفتم من پیشنهاد کارم گرفتم و از جمله جاهای دانشگاه ییل بود که خیلی دانشگاه معتبریه، دانشگاه آمریکا، و استاد خود من یادم خیلی به من گیر داد که تو باید بری دانشگاه ییل. خودش هم آخه یهودی بود، خب دانشگاه ییل هم برای یهودی خیلی خیلی دیگه بزرگه دیگه آخره. و اون وقت ولی من حالا بنا به دلایل شخصی میخواستم بیام دانشگاه واشنگتن و یادم خیلی اون منو تحت فشار گذاشت که تو باید بری ییل، چرا نمیری؟ ولی خب آره، دانشگاه من دانشگاه واشنگتن و فوق العاده از این موضوع من باز خوشحالم. یعنی برمیگردم میبینم که خوشبختانه تصمیم خوبی بود که دانشگاه واشنگتن منو برام. حالا نه اینکه ییل میگم، دانشگاه فوق العاده خوبیه، برای شخص من خیلی تصمیم بهتری بود. چه عالی. خوب، برای اینکه بیاین دانشگاه واشنگتن حالتی مثل اینترویو داشتین یا نه؟ چون من خودم خیلی اطلاعاتم خوب نیست. معمولا دانشگاه اینجوریه که 1 یا 2 روز میرین یه تاک میدیم، میگن جاب تاک، که در مورد حالا یه مسئله یه تزتون انتخاب میکنی صحبت میکنی، خوبم پوستتون رو میکنن، ازتون سوالای مختلف میکنن و بعدش هم یه سری جلسه نیم ساعت نیم ساعته تقریبا با اکثر آدمای اون دانشگاه خواهیم داشت، بعضا یه روز بعضا حتی 2 روز طول میکشه. کار پروسه اینجوری بود. دانشگاه واشنگتن هم برای من اتفاق خاص جالبی افتاد. معمولا هیچ وقت خیلی کم این کارو میکنن. دانشگاه واشنگتن عصر اون روز من اینترویوام تموم شد. معمولا اینجوریه که دو هفته بعد بهتون خبر میدن، بعد از 2-3 هفته بعدی که بهتون خبر میدن تا 2-3 هفته وقت دارین تصمیم بگیرین. دانشگاه واشنگتن من رفتم شام همون شب و به من رئیس دانشگاه گفت که ما میخوایم بهت آفر بدیم، عدداشم اینه، همه چیش عالی. گفتم چرا، خوب دست شما در نکنه. این اتفاق معمولا خیلی نمیافتاد اون وقت که میگن آن دی اسپات بود. منتها میگفتن اونجا، میگفتن اکسپلودینگ آفر، گفتش که تو بخواین قبول کنی تا جمعه بود، تا یک شنبه که ویکند بعد به ما خبر بدی. اینکه نمیشه که من هنوز مثلا کلی اینترویو دیگه داشتم و اینا، گفتن نباید خبر بدی. خلاصه اکسپلودینگ آفر به من دادن که اونم باز استرس منو بیشتر برد بالا. وقت چیز خوبی نبود. منتها آره دیگه، اتفاقای رو هم نگاه بکنید در نهایت اتفاقای خوبی بود. حالا یه نکته خوبی شما اون موقع گفتین، حالا خیلی سریع از رد شدیم، اون زمانی که اون استاد اولتون سختگیری کرده بود و بعد استاد بعدی باعث شد که همین آینده جدیدتون خلق بشه و پیشرفت و بهتر بره جلو. اینا دوست دارم یه بار دیگه بگین، یعنی این فشاری که دانشگاه واشنگتن رو شما آورد که مثلا تا فردا انتخاب کن، دوباره همینم هم شاید یه مثبت بوده تهش، درسته؟ به نظر مثبت شد دقیقاً. آره، چون اگه این من رو شاید تحت فشار نمیدونم، ولی شاید نمیذاشن، شاید میرفتم دانشگاه یه و هیچ اشکال نداره ولی آره. احساس میکنم و این برمیگرده به همون تمه دیگه، برنمیگرده که این که آدم یه سری چیزا رو در لحظه فکر کنه اتفاق خوبی نیست، حتی بعضی وقتا اتفاق بدیه، ولی در بلند مدت میبینه که چقدر اتفاق خوبی شده. که برگردیم به همون مسئله کنگور و اینا، این آدم هدفای کوتاه مدت رو نگاه نکنه بهتره، تا بلند مدت خیلی اتفاقا میفته، مسیر زندگی ممکنه خیلی عوض بشه. دقیقاً من خواستم اینو دقیقاً وصلش کنیم به همون که شما وصل کردین.
آره مثلا اون زمان ها همه رو موج رشته برق بودن یا مکانیک تو مهندسی، و یه دفعه یه حجم بالای فارغ التحصیل رشته برق و مکانیک اومد که واو، مثلا دیگه این رسید به قله دیگه، مثلا کار کم مثلا شده بود، اون قله فارغ التحصیل ها زیاد شده بود. و همینه که آدم اون لحظه تصمیم خودش رو بگیره، واقعا نکته خیلی طلایی گفتیم. اگه رو این نکته داریم میخوایم بگیم که برم سراغ سوال بعد. نه چیز ندارم ایمان جان، خیلی عالی این کار میکنی، شما اصلا یه استعداد خوبی توی چیز داری، جدی میگم خوب میتونی حرفا رو بیاری بیرون که آدم به راحتی نمیزن. نه که به راحتی نمیزن، نه من چیز دیگه ندارم زیر کنم. شما خودتون فوق العاده اید، یعنی تمام این اینترویو ها و گفتگو ها و لایو ها وقتی معنی پیدا میکنه که شماها سخاوتمندانه میایین هر چیزی که با سختی و سالیان سال به دست آوردین رو تو 2 ساعت میگیم، واقعا ممنون. مرسی. خب میخوام برم در مورد مدیریت زمان بپرسم. این که حالا خیلی ها فکر میکنن حامد جان 24 ساعته توی دانشگاه هستن، البته اینستاگرام ببینیم میدونیم که درسته. میخوام اینه شما چجور ورک لایف بالانس رو اجرا میکنید؟ خیلی مهمه ورک لایف بالانس. حتی اینی که میگین یه مدت من واقعا، حالا کسایی که نمیدونم اطلاع دارن از چقدر از فالوورهای شما و کسایی که اینو دنبال میکنن میدونن، کار دانشگاهی به طور خاص آمریکا خیلی کار خاصیه، چون به یه مرحله میرسن میگن اونجا بهش میگن تنیور، و تنیور بگیرین و تنیور نمیدونم خیلی اصطلاح مثلا تو ایران فکر کنم میگفتن رسمی قطعی میشه، یه همچین اصطلاحی بود. نکته کار دانشگاهی اصلا اینه، یعنی من الان مثلا من یا نه تنها من، کسایی که تو کار دانشگاهی هن بخوان برم بیرون کار دانشگاهی، بعضی کیسه ها نمیگم همینجوری هم، ولی بعضی کیسه ها ممکنه حقوقشون 2 الی 3 برابر بکنن، ولی این کار نمی کنن. یه دلیل اصلیش، یکی از دلایل اصلیش این تنیوره، چون تنیور حالت جاب سکیوریتی میده، امنیت کاری بهتون میده. یعنی در حقیقت حداقل در تئوری اینجوریه، مثلا حتی مثلا رئیس جمهور آمریکا هم نمیتونه شما رو اخراج بکنه، حالا واقعا هم چیزی وجود نداره، و حتی کسایی که بیرونم کار میکنن بالاخره یه امنیت کاری دارن، یه کسی که کارش خیلی درسته مثلا داره شرکت گوگل کار میکنه، داره شرکت اپل کار میکنه، داره هر چی، یه جورایی نه امنیت کاری دارن، حالا حتی اون از اون شرکت هم بیان بیرون خیلی سریع شرکت دیگه میگیرنشون. ولی به هر حال در زمینه کارهای دانشگاهی این از لحاظ قانونیه، یعنی لیگالی شما اینجوری میشه که واقعا کسی، یعنی شما مادامی که بیاین سر کارتون، کارتون رو داریم، کسی نمیتونه کار بذارت میکنه، و این خب خیلی با ارزشیه. منتها برای اینکه تنیور بشین پوست آفان میکنن، اون 5-6 سال اول فوق العاده سخت. یعنی من یه استادی بود خیلی جالب بود، شغلا رو رده بندی کرده بود تو آمریکا از لحاظ استرس، لول استرس، و ریاست جمهوری توش بود، انترپرنور بود، مثلا کسایی که استارتاپ خودشونو دارن، رئیس شرکت، همه چی. پر استرس ترین استاد دانشگاه قبل تنیور بود، یعنی میگم بیشترین ساعت، مثلا میگن طلاق و اینا اون وقت اتفاق میفته که مثلا تو زندگی مشترک. بعد حالا جالبیش میدونی چیه ایمان جان؟ فکر کنی کم استرس ترین کار چی بود؟ نمیدونم. استاد دانشگاه بعد تنیور. حالا کمیت خیلی جز پایینا بود، یعنی از یعنی یه دراپ خیلی بزرگ داری، که البته به نظر من شاید خیلی هم سالم نیست، یعنی انقدر چیزی باشه که انقدر استرس ایجاد کنی که بعدش خیلی دیگه چی بشه خیلی هم خوب نیست، ولی به هر حال دوران استرس خیلی زیادی بوده که واقعا خیلی بوده که من هر شب مثلا 4-5 صبح یه جوری میخوابیدم وجود داشت. منتها خب خوشبختانه دیگه الان اون دوران پشت سره. ولی برگردیم به سراغ صحبت شما که مسئله اصلیه، خیلی مهمه، خیلی به نظر من ورک لایف بالانس داشتن، اعتقاد شخصی منه ها، یعنی با اینکه بعضا آدم سخت وقتی کارش زیاده، ولی خیلی جالب آدم یه مدت تایم آف میگیره، اصلا ذهن من و من آدم خاصی نیستم بکنم، همه اینجوریه که اون استراحت باعث میشه که وقتی شما برمیگردیم به کار خیلی کار رو بتونیم با افیشنسی و پروداکتیویتی خیلی بهتری انجام بدیم. یعنی من اگه مستمر کار بکنم شاید 4 ساعت انجام کار طول بکشه، در حالی که 1 ساعت کار کنم برم مثلا 1 ساعت استراحت کنم، یه کاری بکنم که واقعا ذهنم آزاد بشه، بیام شاید 1 ساعت تموم کنم، کل قضیه 60 ساعت تموم بشه، در حالی که می‌خواستم مستمر کار انجام بدم ذهن بعد یه مدت واقعا خسته میشه.
این چیز خیلی خیلی مهمیه. مثلا حتی در زمینه استادی هم انجام شده، در زمینه همین چیز تنیور بگیم، که یه مقاله بود که در اومده بود که خانم هایی که بچه دار میشن یا بچه دارن موفق ترن برای تنیور تا خانم هایی که بچه دار نبودن، یا حتی در یه سری اسکل حتی با یه سری از آقایان. حالا بعد صحبت این بود که میگفتن چرا اینجوریه، چون بالاخره خانمی که بچه داره خیلی کارهای اضافه بر کارش داره، میدونی خیلی کار سختیه دیگه بتن بچه داره. من یکی از توضیحاتش این بود که هم سویچ میکنن بین کار مثلا بچه داری و کار مثلا کار خودشون، اون ذهنشون اون رفرش میشه، یعنی میان سر کار میتونن خیلی خوب فوکوس بکنن. یکم همینه که خیلی براشون مهمه، یعنی زمان خیلی براشون مهمه، وقتی میان کار خیلی شدید کار میکنن، خیلی خوب، خیلی افیشنت، خیلی پروداکتیو اون کار انجام میدن. حالا کلا به این معناست که به نظر من این حتی برای کسایی که کار براشون خیلی مهمه خیلی خوبه که زندگی چند بعدی داشته باشن، چون اصلا ذهن آدم ایده میگیره، ذهن آدم استراحت میکنه که وقتی میگره برمیگره سر کار میتونه کار خوب انجام بده. یه وقتی خیلی راحت‌تر میشه این کار انجام داد، یه وقتی هم وقتی آدم ددلاین داره، وقتی پروژه داره، نه خب خیلی کمتر میشه. ولی در هر صورت به نظر من این استراحت دادن به ذهن خیلی لازمه، واقعا لازمه. یعنی یه سری شرکت های خوب میدونین دیگه، میدونم شما خیلی آدم از گوگل و اینا داشتین که مثلا اومدن حرف زدن، یه سری شرکت ها اصلا این گزینه رو به کسایی که کار میکنن میدن، میگه مثلا یه روز تو هفته مثلا سر چیز غیر پروژه خودتون کار کنید، چون وقتی برمیگردین به کار اصلا ایده های خوب میاد تو ذهنتون، خیلی خلاق‌تر میشین. و بحث ورک لایف بالانس هم یه جورایی همینه که آدم خوبه بین چیزهای مختلف سویچ بکنه ذهنش. بچه فعالیت هایی برای حامد جان تو قسمت زندگی شخصیشون میتونه مدیریت خوب داشته باشه، مثل ورزش، حالا سفر، اگه چیزی هست؟ چون خیلی از من میپرسن که میگن تو تفریح حامد جان چیکار میکنه، خیلی از من پرسیدن من چیکار میکنم. من خودم خب تفریح که شماره یک منه، من خیلی تفریح واقعا چیز خیلی خیلی مهمیه، تفریح میگم مسافرت منظورم، مسافرت، سفر، خیلی سفرم دقیقا تو همین راستا. من وقتی میرم مسافرت احساس میکنم تمام نورونای ذهنم شروع کنه کار کردن، چون جای جدیده، بعضا زبان جدیده، بعضا میخوام ارتباط برقرار کنم. هر جا مسافرت میرم مثلا ماشین کرایه میکنم، خیلی ذهن من عادت میکنه، یه جا باید دست راست رانندگی کنی، یه جا باید دست چپ رانندگی کنی، یه جا مثلا همه میان از سبقت میگیرن، یه جا باید خیلی مبادی آداب باشی و چیزای قانونی رعایت بکنی. ذهن آدم، من احساس میکنم وقتی دارم مسافرت میکنم همیشه در حال خیلی فوکوسه، دارم چیز، در حالی که دارم هیچ چیز جدید یاد میگیرم و هی دارم حواسم هست، در حالی که وقتی سیاتلم، خونم، زندگی روزمره است، یعنی ذهنم میره تو اون حالت خلسه و خیلی اینکه یه جورایی دیگه میره رو کروز کنترل دیگه، و احساس میکنم خیلی خوب نیست. ولی تو مسافر اصلا ذهن من خیلی شک میگیره، فعالیت زیاد داره. برای من مسافرت خیلی مهمه. یکی از چیزایی که به نظر من خیلی مهمه، من متاسفانه خیلی دیر اثرش رو زندگی فهمیدم، و واقعا الان من بخوام به یکی توصیه بکنم که مثلا به من یه خواهرزاده دارم، دو تا خواهرزاده دارم، هر دوشون خیلی خوبن، ولی با یکیشون خب چون نزدیکم هستیم در ارتباطی، من همیشه اینو چپ و راست بهش میگم، اهمیت ورزشه، اهمیت فیزیکال اکتیویتیه. چون من خودم همیشه اینجوری بزرگ شدم که میگم همه چیز ذهنه، مثلا بعد درس بخونه اینو میگم، هر کاری که میکنه همه کار ذهنیه، و من متاسفانه اثر فیزیکال اکتیویتی و کار بدنی رو ذهن و حتی خیلی دیر فهمیدم خود من، و واقعا وقتی من اینو کشف کردم یه نقطه عطف زندگی برای خود من همین بود که دیدم چقدر ورزش خوب و تغذیه خوب چقدر اصلا رو ذهن من تاثیر میذاره. خیلی میتونم بهتر فکر کنم، خیلی کارام خیلی افیشنت تره، و واقعا اثرش نه تنها رو بدنم بلکه رو ذهنم هم دیدم. این یکی از چیزایی که من خودم خیلی توصیه میکنم. بنابراین اگه یه کسی اینو تو زندگیش نداره، اگه داره خوش به حالش، اگه داره به نظرم حتما اضافه کنه، یعنی یه چیزی که قطعا اثر مثبت میذاره، و واقعا من چیز نکته منفی توش نمیبینم، چیز اون معدود چیزایی که من اصلا نکته منفی یه جورایی توش نمیبینم. خیلی هم عالی. اگه نکته نیست برم سوال بعد. خب خیلی ممنون. در مورد سفرهای شما که دوستان همیشه
حس خوب دارن و دایرکت میذارن که میگن چقدر عکس زیبایی میذارید، سفر خوب میدید. من توصیه میکنم پیج حامد جان رو دنبال کنید و از سفراش لذت ببرید. بابا برای دوستانی هم که تو پادکست دارند اینستاگرام رو میشنوند، توی اینستاگرام آدرس پیج حامد جان هست HMAM. یکی گفت مثل حمامه بدون ای اول، حمام. نخونم نمیدونستم، یک کسی اینو من گفت ایچ که ایچ مامم از کلمه اول فامیلی من که مامانیه، ولی ایچ مام. دوستان پادکست اگر آشنایی ندارم با پیج اینستاگرام حامد جان، پیشنهاد میکنم دنبال کنید. اگر یه اتفاق حامد جان بخواید تو زندگیتون نام ببرید که شبیه معجزه بوده، به چی میتونید اشاره کنید؟ معجزه والا من معجزه که خب به نظر من وقتی میگی معجزه، یعنی من فکر کنم چیزی که غیر یه جورای غیر منطقیه، اتفاقی که غیر منطقی نباید میافتاد. سخته بر من اونجوری فکر کردن. ولی اینجوری بگم، من یکی دو تا چیز داشتم، تجربه داشتم که تجربه داشتم که زندگی منو واقعا اینجوری عوض کرده و چهار تا میشه گفت و تو هر چهارتاش نزدیک بوده در حقیقت من یه جورایی بمیرم و من احساس کردم که این اتفاق نیفتاده و خیلی تاثیر جالبی روی این که طرز فکر کردم به زندگی من بعدن گذاشته. دوتاش مربوط به زمان جنگ میشه. حالا کسایی که حالا تو ایران بودن زمان جنگ اینا خب به این موضوع شاید آشنایی داشته باشن. یکیش کاملا بمباران بود، مثلا چند صد متر کنار خونه ما بمباران شد و یک بار دیگه هم اینجوری بود که مثلا زمان جنگ بود، آتش بس بود، خلاصه مهلت شب آخر بود، این عراق داده بود به ما که ما می‌خواستیم با ماشین بریم یه جای دیگه و یه تصادف خیلی بد کردیم. هر دو مورد خوشبختانه به خاطر تدبیر پدر من ما تقریبا کل خانوادهمون زنده موندن، وگرنه معلوم نبود که چی میشد. دو جا اونجا بود که واقعا یه جورایی مرگ و آدم جلو چشش دید. تو یکیش البته من خواب بودم، خیلی یادم نمیاد، ولی بعدش یادمه. یک بار هم سر قضای همین مسافرت بود، یه بار یه اتفاق ترکیب چند تا اتفاق بد افتاد و من واقعا اونجا اولین جایی بود تو زندگی من واقعا مرگ جلو چشم دیدم، یعنی گفتم اینه دیگه، تموم شد دیگه، قراره من دیگه من اینجوری خلاصه خداحافظی کنم از زندگی. حالا اونم داستان خیلی جدایی داره، اگه بخواید یکمش میتونم بگم، ولی متفاوته. و چهارمیش سر کووید بود. من خیلی کووید بد گرفتم، کرونا من جزو اوایل کیساش بودم، خیلی بد بود، اثرش هنوزم که هنوز زندگی من هست از لحاظ فیزیکی متاسفانه، ولی بیمارستانی شدم و یه مقدار شدید بود. حالا نمیتونم بگم زنده موندن من معجزه بود، حالا شاید واقعا فکر کنم معجزه بود، ولی اینش انقدر مهم نیست که به نظر من اینه که یه مقدار دید آدم عوض میکنه. چون من خیلی وقت پیش اومده که بگم که اوکی من بعد 6 سالگی شاید من بعد خدافظی میکنم این دنیا، درسته، در حالی که نشده. الان داریم الان من به قول معروف دارم زندگی میکنم، بنابراین یک قدرشو بدونم، دو بدونم که بدترین چیز چیه. بدترین چیز اینه که همون اتفاقی که مثلا 30 سال پیش میخواست بیفته دیگه. این دید آدم عوض میکنه و باعث میشه که آدم هم آرامش خوبی به آدم میده، یک، دو هم یه انگیزه میده که من خیلی کارا رو مثلا انگیزم واقعا میخوام پیدا کنم، برمیگردم به همین چند تا اتفاق فکر میکنم، میگم من اصولا نباید الان اینجا باشم، بنابراین این کارا من انگیزه رو میده، این دیدو من داده که سن انگیزه میده یه سری کارا رو میکنم. تو میگم بدترین حالا که میخواد بیاد اتفاق بیفته چیه؟ آره، به خاطر همین میگم انقدر معجزه شاید نبوده که حالا اینکه آدم زنده موندن آدم انقدر معجزه نبوده که اتفاقی که بعدش افتاده یه دیدی به آدم میده که هم یه آرامش خاصی داره، هم میدونی کار خودتو بکن، کاری که فکر کنی درسته انجام بده، و آره یکم انگیزه میگه به آدم که زندگیشو اونجور که میخواد ادامه بده. دقیقا من فکر کنم منظورتون اینه که همین آگاهی که به آدم میاد بعدش که دیگه مثلا تای قضیه رو ببین، حالا مثلا یعنی خیلی نگاه آدم به دنیا عوض میکنه، خود این یه معجزه است، درسته؟ کاملا دقیقا.
و نحوه زندگی رو آدم رو بعد از یه مدت یه سری اتفاقات تحت تاثیر میذارن دیگه، و اون خیلی مهمه. خیلی هم خوب، چه پاسخ عمیقی بود، مرسی واقعا حامد جان. الان ما یه ماشین سفر به زمان داریم، حامد جان میخوان سفر کنن به 20 سال گذشته. به حامد 20 سال گذشته اگه یه نصیحت بخوایم بکنید اون چیه؟ سوال خوبیه. بذار به یه سمت برم که این سوال نمیره. هیچ تصمیمی که گرفتم و عوض نمی کنم. مهمه. به این معنی نیست که تصمیم گرفتم درست بودن. خیلی تصمیمای اشتباه گرفتم. هممون گناهکاریم، تصمیم بد گرفتیم، همه اینا. ولی نکته زندگی همینه دیگه. یعنی آدم به اینجایی که میرسه نتیجه اون تصمیمی که گرفته. هیچ تصمیمی عوض نمی کنم. ولی یه سری آگاهی میبرم. آدم نالج ببره عقب، حالا با اون نالج در اون لحظه میتونه یه سری تصمیم دیگه بگیره خودش، ولی نمیگم این تصمیم رو آدم عوض کنه. یکی اینه که این چیزی که با تجربه میاد، اون تصمیم آدم نمیتونه خیلی چی بکنه. به نظر من چی بهش میگن، خودآگاهی خیلی مهمه. من مثلا وقتی چه میدونم، حتی خیلی سخته، من مثلا 20 سالمه چجوری میتونم خودآگاهی داشته باشم؟ یه سری چیزا با تجربه میاد دیگه، ولی حداقل بدونم که خیلی مهمه که آدم با خودش بتونه رابطه برقرار بکنه، بدونه چی خوشحالش میکنه، بدونه نقاط قوتش چیه، بدونه چه چیزایی باید کار بکنه. خودآگاهی خیلی مهمه و به نظر من سورس خیلی از چیزهای خوب اینه که آدم یه رابطه خوبی با خودش داره و میدونه چه چیزهایی خلاصه خوشحالش میکنه. یکم همین، حالا میگم شاید به نظر خیلی چیز پایینی بیاد، ولی واقعا برای من چیز مهمی بوده، اینه که من وقتی 20 سالم بود تا حتی 30 سالم و حتی 35 سالم بود نمیدونستم ارزش فیزیکال اکتیویتی چقدره. اونم حتما بهش میگفتم، چون واقعا من فکر کنم چیز خیلی مهمیه. چقدر خوب، امیدوارم که گوش کنه. امیدوارم. دقیقاً. مشکل همینه دیگه، مشکل که نیست، چیز خوب همینه، میدونی؟ همینه میگم دیگه، واقعا آدم نمیتونه خیلی چیزا رو عوض کنه و خیلی هم نباید عوض کنه. چرا باید برگردیم آدم بگیم که چیزی تو میخوای عوض بکنی؟ همیشه اینه که آدم تا اونجایی که میتونه آگاهی بده و یه کسی بنا به شرایط تصمیم مناسبو بگیره. که حالا ممکنه بعداً برگرده نگاه بکنه بگه تصمیم مناسبی نبود، تصمیم بهترین تصمیم نبود، یا اینکه نه بهترین تصمیم بود. مهم نیست، آدم نباید به عقب نگاه بکنه و حسرت که همیشه آدم آگاهی از اون بگیره، تجربه بگیره، رو به جلو نگاه کنه. خیلی هم خوب. قبل از اینکه سوال بعدو بپرسم، دو تا از سوال دوستان تو کوئسترن رو میپرسم در مورد دوره هوش مصنوعی حامد جان. یکی از دوستان پرسیده بود که آیا اگر بک‌گراندمون هیچی از کامپیوتر نرم افزار، حالا کامپیوتر فکر کنم منظورشون بیشتر نرم افزار کد نویسی بوده، ندونیم ایرادی نداره؟ یعنی هیچ بک‌گراندی نداشته باشیم؟ در مورد کلاس من اگه این سواله، حالا هم در مورد کلاس من میگم، هم به طور کلی میگم نه، ما اصلا تو کلاس راجع به برنامه نویسی به طور خاص صحبت نمی کنیم. برنامه نویسی الان چیزی که من اتفاقا بچه هایی که به این موضوع علاقه مندن، گلشید لطف کرد با من دوتا لایو گذاشت. لایو دوم اصلا در مورد کلاس من توصیه میکنم، حتما اگه مثلا جدی میخوام کلاس فکر کنم حتما لایو دوم نگاه کنن، کاملا در این موضوع صحبت میکنیم. خلاصش این میشه که برنامه نویسی مهم، قسمت مهمی از کار هست از هوش مصنوعی، ولی مهمترین قسمت کار نیست، مخصوصا برای کسی که نمیخواد به طور حرفه‌ای مثلا میخواد بره یه شرکت بشینه کد بزنه که کارهای ماشین لرنینگ کنه. به نظر من مشتری یا کاستمرهای ماشین لرنینگ، کسایی که ماشین لرنینگ و آرتفیشال اینتلیجنس و اینا، خیلی گسترده تر از این گروه خیلی کوچیکه که فقط کار کامپیوتر ساینس میکنه. خیلی آدما میتونن از این استفاده بکنن و برای اون آدما برنامه نویسی به طور خاص خیلی مهم نیست. خیلی ما مثلا تو این کلاس یه نرم افزار استفاده میکنیم که اصلا باید شما لازم نیست برنامه نویسی بکنید و خیلی مسائل خیلی خوب میتونید حل بکنید. بله، یه مسئله کاملا اینداستریال اسکیل دیگه نمیتونیم با اون حل بکنیم، ولی چند درصد آدما میخوان مثلا در اون حد پیش برن؟ و حتی یه کسی خیلی بخواد در اون حد پیش بره، کار برنامه نویسی کار نیست که، اصلا کار سختی نیست. خیلی ریسورس های خیلی خوبی وجود داره برای برنامه نویسی، چه مجانی چه بچه ها بخوان چه بکنن. یه اسکیلیه که خیلی راحت میتونن اینو بعدا اضافه بکنن به چیزشون. بالاخره در همین حد من میزنم.
خب خیلی هم عالی، چقدر توضیح کاملی بود. و دومی که دوستان گفتن اگر زبان انگلیسیشون خوب نباشه موردی نداره این دوره رو بیان. این دوره که دوره فارسیه، کامل فارسیه. اوکی. حالا بله بله اصطلاحات و آره اصطلاحات و اینا طبیعتا خب بهتره، بالاخره کسی که میخواد یاد بگیره یه سری اصطلاحات رو باید، به نظر من اصطلاح اصلی رو باید بدونه. حالا مثلا کن یه سری وقت ترجمه خوبی هست، یه سری وقت نیست، ولی اصطلاحات رو میدونم. ولی خب یه خوبی بزرگ این کلاس اینه که خودمونیم دیگه، یعنی سوال جواب فارسیه، توضیح مسائل فارسیه، که به نظر من چیز مهمی هم هست. اوکی. مرسی. بازم دوستان اگر سوالی داشتن بپرسن، من تا انتهای لایو مجدد از حامد جان میپرسم. در مورد دوره نکته ندارید اد کنین؟ چیزی که قبلا گفتیم اضافه بر چیزی قبلا نه، حالا اگه چیز بزنم رسید حتما میگم. خیلی هم خوب. اگر بخوان یه جمله، بیت شعر یا ضرب المثل بگین که تو لحظه مختلف زندگی سرلوحتون هست، چی رو میتونین بگین؟ اوکی میگم ولی نمیتونم بگم، به این دلیل که خیلی چیزا عوض شده. خیلی هر دوره آدم یه چیزی داره، درسته؟ من خیلی آدم بچه که بودم یه ایده میده من چجور آدمی بودم. این اینا که میگم فرشو بگی، اینا که خیلی بزرگم رو چشام بوده اینا، تو کیف جیبی من خب مثلا پول پیدا میشد، کارت دانشجوی پیدا میشد، کارت دانش آموزی پیدا میشد، کارت خلاصه کتابخونه پیدا میشد. همیشه چند تا من کارت داشتم روش جملاتی که برام جالب بود می نوشتم. این زمان حالا جمله های یادم علی شریعتی خیلی داشتم نوشتم اینا چیزا با یه جوری ایده می نوشتم. ولی به خاطر همین خیلی دوره به دوره خیلی عوض میشه. ولی الان یکی یه چیزی هست، یه جمله هست از جورج برنارد شاو که خیلی چیز جالبیه برای من، به نظر من الان به من خیلی میخونه. ترجمهش میشه چی؟ ترجمهش میشه این که آدمای منطقی، آدمای معقول، آدمایی هستن که خودشون رو با جامعه، با محیط دورشون تطبیق میدن. آدمای غیر منطقی، غیر معقول سعی میکنن و تلاش میکنن که دنیا و محیط رو با خودشون تطبیق بدن. بنابراین تمام پیشرفت دنیا به خاطر آدمای نامعقوله. این خیلی جمله جالبیه. بعد آره، حالا من نمیگم آدم باید نامعقول باشم، ولی جوری که من این استفاده میکنم که یه جوری اصلا چیز مسافرت منم هست و اینو همیشه، اینه که آدم اون مسیری رو بره که لزومن همه ایرادی نداره آدم یه مسیری رو بره که یکم توش تنها باشه. حالا نه که کامل تنها باشه، ولی خوب آدم یه جورایی اکسپلور بکنه خودشو یه جایی. خلاصه لزومی نداره شما هر کاری که میکنین همه تاییدش بکنن. اگه فکر میکنی کار خوبیه، اگه خودت و خود به این نتیجه رسیده، به این آرامش رسیده که این کار خوبیه و میخوام انجام بدم، خیلی خوب آدم یه سری دور و برا شدم و تایید بکنن. ولی حتی کسی هم تایید نکنن اوکیه. کاری که فکر کنی درست انجام بده، کاری که فکر کنی خوشحالت میکنه انجام بده. مسیری که لزوما همه رفتن لازم نیست آدم بره، میتونه مسیرهای خودشو بره، مسیر خودشو کشف بکنه. آره خلاصه این دور و زمانه، این یه همچین چیزی با من خیلی سازگاره. خیلی هم عالی، چقدر خوب. یاد استیو جابز افتادم. یه بار یک کنفرانسی رو شرکت کردم، آقای پروفسور کورت معتمدی که UCLA هستن و یاهو بودن قبلا، ایشون اومده بودن میگفتن که استیو جابز شیپر هست و حالا شیپر نمیم شکل میده چیه دنیا رو. بعد مثلا در مورد همین گفتن، گفتن مثلا اینی که استیو جابز اومد یه گفت دنیا هر سمتی میره بره، من یه سمت دیگه میرم، اون تونست در واقع تحول تو دنیا ایجاد کنه. چقدر جالب گفتید. آره این از این اصطلاحات که دقیقاً این که میگه کاملا درسته. الان اینکه داریم میگین، حالا نمیدونم دقیقاً منظورشون این بود، ولی یه سری آدم‌ها هستن بهشون میگن contrarian view دارن. contrarian view یعنی که دقیقاً میگه همه دنیا میگه این ور باید بری، اینا on the contrary اینا میگن این وری باید بری. آره حالا یه وقتایی خوب نیست، ولی کلا چیز جالبیه. میدونی خیلی خیلی به چی اینجوری بگم، همیشه چیزای خیلی خاص از اینجور یا آدمای از اینجور شرایط در میاد، چون در غیر صورت همه آدم حالت اوریج پیش میره دیگه. یه وقتی بد نیست برخلاف جهت بره.
آره خیلی جمله خوبی بود، ممنون. اول جایی که از دوستان پرسیدن که آقای دکتر آیا دانشجو دکترای پستاک میگیرن؟ این اتفاق خیلی خوبه، بذارید من این سوال اینجا جواب بدم، چون خیلی من چه ایمیل میزنن چه پیغام میدن و اینو من خوبه که اینجا خودم بتونم توضیح بدم، چون ایمیلی یه جور میشه 700 توضیحش یه جور دیگه است، امیدوارم کسی بهش بهر نخوره. اونم اینه که توی دانشکده بیزنس که من هستم یه مقداری کلن سیستم اپلیکیشن با مهندسی که میشه انجینیرینگ یا ساینس که میشه علوم فرق میکنه، به این معنا که پول دانشجو رو، اون پول یعنی کمک مالی دانشجو، از طریق استاد نمیاد، دانشگاه میده، دانشکده میده. توی مهندسی و علوم استاد میده، بنابراین خیلی مرسوم تره که مثلا یه استادی با یه دانشجو، مثلا حتی قبل از پذیرششون با هم صحبت بکنن و یه استادی تشخیص بده دانشجو خیلی خوبه براش و قبول، یعنی بگه مسئولیت دانشجو رو من قبول میکنم، پولش رو من میدم، خیلی ادمیشن به دانشگاه راحت تر میشه. بیزنس اسکول اصلا اینجوری نیست، چون ما لازم نیست، یه خوبی بزرگ بیزنس اسکول برای استادا اینه که چون ما لازم نیست پول دانشجو رو یه جورایی تحمل بکنیم، دانشگاه میده، این خیلی خوبه برای ما. منتها از اون ور این آزادی عملی رو از ما میگیره، یعنی دانشجو رو باید دانشگاه قبول کنه، یه کمیته هست توی دانشگاه، دانشکده، که کمیته حالا از هر گروهی یه نماینده فقط داره و صحبت میکنن و دانشجو رو قبول میکنن. بعد از اینکه دانشجو قبول میشه از طریق این کمیته به دانشگاه، بعد میان یک به یک صحبت میکنن، مثلا دانشجو وقتی که تو دانشگاه میگه من مثلا با آقای ایکس میخوام کار کنم یا مثلا با آقای ایگرگ میخوام کار بکنم، بعد از قبولی به دانشگاه بعد ما میتونیم رابطه برقرار بکنیم. متاسفانه میدونم بچهای ایران، چون خود منم اینجوری بودم دیگه، ما خیلی دوست داشتیم که قبل از ورود به دانشگاه یکی مثلا کمک بکنه که برای ورود به دانشگاه باشه، متاسفانه دانشکده بیزنس این خیلی کمتر اتفاق میفته و اصلا شاید اینجوری اتفاق نیفته. حالا ممکنه مثلا اون نماینده اگه اون طرف خاص باشه یا مثلا نماینده بیاد مثلا با یکی صحبت بکنه، یکی کسی میتونه مثلا بگه این دانشجو خوبیه و اینا، منتها در این حده، یعنی خیلی بیشتر از این نیست تأثیری که مثلا این کسی میتونه داشته باشه. بنابراین اگه یک کسی چیز هست، اگه یک کسی شما با یک کسی علاقه دارین کار بکنین، باش در تماس باشین، ولی ناراحت نشین اگه اتفاق حداقل خیلی قول خیلی خاصی پیشاپیش نمیشه داد. و این به این معنا نیستش که مثلا این استاد نمیخواد شما رو کمک بکنه، یعنی که اصلا سیستم یه مقدار دانشکده بیزنس فهم میکنه با سیستم مهندسی و علوم و اینا. مرسی که گفتین. من دایرکتام بیشترین دایرکتی که داشتم این دو روز همین بود. از الان ویورشیپ میفته دیگه، از الان سریع جمعش کنیم که چی. نه ولی آره ببین خیلی مهمه به نظرم، خیلی خوبه در تماس باشین و شما وقتی در تماسین یه استاد میگم توصیه میکنه مثلا به گروه ها اینا، ولی در نهایت بدونین که یه کمیته مستقل تصمیم میگیره و این کمیته مستقل خیلی سخت تره، مثلا توی دانشگاه مثل پابلیک اسکول، مثل دانشگاه واشنگتن، دانشگاه پابلیکه، که بیاد مثلا یه دانشجوی دیگر رو که مثلا تمام نمره هاش، نمره جیاریش، نمره جالا جیمتش، نمره تافلش و حالا مثلا معدلش مثلا بالاتر از مثلا یه دانشجوی دیگه هست، ولی دانشجوی دیگه ساپورت یه استاد داره، بیاد اینو، میدونی خیلی کیس سخت‌تر میشه. این یه چیزی که صرفا باید مد نظر داشته باشن که یه کمیته مستقل تصمیم گیری میکنه، یک شخص خاص اینفلوئنسش رو، تاثیر یه آدم خیلی رقیق تره، خیلی کمتره تا دانشکده مهندسی و ساینس. اونجا یه مقداری جای جولان بیشتری دارن استادا، ولی توی یه چیز کمتره. چه خوب. من چند تا از دوستام که آمده بودن امریکا دقیقاً در مورد همین کمیتی میگفتن که مثلا ما اتفاقا یه فرصت واسه بعضی بود، میگفتن ما دیگه خیلی فکرمون رو پیدا کردن استاد نذاشتیم، مثلا سعی کنیم CVمون رو قوی تر کنیم تا به خیلی فکر خوبی. آفرین. هر دو رو انجام بدن، ولی تماس حداقل تو بیزنس، من جوری میتونم بگم، جای دیگه من نمیتونم حرف بزنم چون من خودم خیلی چیز نبودم، توی بیزنس ارتباط با استاد پیش روی CV خوب نذارن، رزومه خوب داشته باشن، روشن با تماس بگیرن، اون به نظر من خیلی ترکیب خیلی خوبیه. من خودم خیلی دانشجوی رو این داشتم و اکثر کسانی که داشتم با من قبلش در تماس بودن و منم کمکشون کردم که بیان تو. اون زمان من یکم حالا خوش شانسی خوبی که بودم بود که من خودم تو اون کمیته بودم، خیلی کنترل بیشتری داشتم
مدت زیادی این کمیته اومدم بیرون چون من مشغول کارهای تحقیقاتی هستم دیگه، ولی یعنی کمک میکنه، خیلی خوبه تماس بگیرین، خیلی کمک میکنه، ولی خلاصه جایگزین این نشه که رو رزومه کار نکنی. مهمترین چیز رزومه کار کردنه، رو اون مثلا حالا تماس هم بگیرن خوبه. خیلی عالی، ممنون از شما. اگر بخواید در مورد روزه تاریخ صحبت کنیم و در مورد روزایی که کارتون جلو نمیرم شکست رو تجربه میکردین، اون روزا حامد جان چجوری با از این روزا گذر میکردن و کنار میومدن؟ داشتم از این روزا آره دوران خیلی چیزی بودن، چه حالا کاری چه غیر کاری. به نظر من یه سری محققا هستن، حرف که میزنم رفتی من نداره، یعنی کریتش من نیست، محققایی هستن تو زمینه کارهای روانشناسی و دیسیژن ساینس و اینا، یه دید خیلی خوب دارن، میگن که چرخه موفقیت آدم ها یه جورایی سلایه است. بخواییم بهش فکر کنیم، اینه یه پیاز سلایه فرض بکنیم، لایه بالا بالایه، لایه روی رویه میشه آوتکام، میشه خروجی سیستم، میشه نتیجهی که میگیریم چی اتفاقی میفته. خب مثلا فرض کنین که یکی میخواد، من میخوام فرض کنین وزن کم کنم، مثلا میخوام تا آخر این ماه میخوام 5 کیلو وزن کم کنم. خب این خروجی. لایه وسطی میشه چی؟ لایه وسطی میشه که سیستم و پروسه‌ای که من دارم که به اون هدف برسم. خب مثلا میخوام وزن کم کنم، بعد مثلا ورزش بکنم، بعد تغذیه به موقع بشه، این سیستمی که میذارم لایه وسطی است. هسته لایه داخلی خود آدمه که چرا میخوای این کار بکنه. هسته بالایی اینه چه اتفاق میفته، هسته وسطی اینه که من چی کار بکنم با اون نتیجه برسم، هسته وسطی اینه که اصلا چرا من میخوام این کار بکنم. خب میخوام 5 کیلو وزن کم کنم، باید مثلا ورزش کنم، تغذیه کنم، چرا؟ چون میخوام آدم سالم و آدم قوی باشم. خب هسته اونه. به نظر من خیلی وقتا فوکوس میکنیم رو اون لایه بیرونیه. خب من مثلا آخر ماه میشه مثلا 5 کیلو کم نمیکنم، من سرخورده میشم، افسرده میشم، در حالی که به نظر من واقعا میجر اون نباید باشه. درسته، یعنی باید بیام به هسته ببینیم که من رو هسته روی هدف هست هنوز یا نه. من مثلا 1 کیلو وزن کم کردم از 5 کیلو، ولی همچنان سعی کردم آدم سالم باشم، یا آدم سالمتری بودم از ماه قبل. حالا اون بالا بالا یه مون نچ نرسیده. به نظر من همیشه خوب آدم هی خودش برگرده به اون وسطه، ببینی که اون چیز اصلی که چرا داره یه سری کارا رو میکنه اون رو چیز باشه یا نباشه. حالا من به خودم میتونم رفت بدم، حالا بذار به خودم رفت بدم. ببین مثلا فرض کنین، مطمئنم شما با آدمای مثلا دیدم مثلا کارآفرینان اینا زیاد کار کردن. خب مثلا یه کسی چه میدونم دنبال استارتاپ خودشه، مثلا 5 سال 4 سال زندگیشو میذاره، بعد ممکنه مثلا به نتیجه نرسه و واقعا اون عصری که اون همه چی میپاشه خیلی چیز سنگینی برای آدم. ولی حتی این آدم هم میتونه اینجوری نگاه بکنه که آقا این خروجیه بوده، خروجیه به نتیجه نرسیده. درسته؟ اون هسته چی بوده؟ من مثلا میخواستم آدم موفق مالی بشم، آدم مثلا معروف میخواستم بشم، میخواستم آدمای دور و برم کمک کنم با این مثلا استارتاپ یا هر چیزی. اون سر جاش هست یا نه؟ مثلا هی آدم ریدایرکت، یعنی اون لحظات تاریک، میخوام بگم اکثرا تاریکیتش به خاطر اینه که یه خروجی که میخواستیم و نگرفتیم، ولی اوکی اون خروجی که میخوایم نگیریم، چون اگه اون هسته سر جاش باشه به نظر من خیلی آدم همچنان رو مسیر هست. اون خروجی خاص جواب نده، اشکال نداره، یه مسیر دیگه ممکنه جواب بده. این دید خود منو خیلی کمک کرد. من یه واقعا یه وقتی بود که من احساس کردم که مثلا اون تنیور من فکر کنم دیگه نمیگیرم، تموم شد، چون چند مقاله که من داشتم 3 سال روش کار میکردم، یه کسی قشنگ از پنجره انداخت بیرون، اصلا نمیدونست چی کار کردیم و من واقعا فکرم دیگه تموم شد، دیگه چی نیست، انقدر حالم بد بود. من یادم تو قیافم معلوم بود، من که سعی کنم خودم رو نگه دارم، توی پارکینگ بودم، یکی استاد راه دور منو دید، اصلا یهو اومد سمتم گفت چی شده؟ گفتم چطور؟ گفت اصلا قیافت معلوم، یه خبر خیلی بدی.
گفتم آره اینجوری شده اینا، اصلا نمیدونم چی بود، ولی انقدر طرف مورد تاثیر بود اصلا همونجا منو بغل کرد. من باید که شرایطم مثلا حالم خوب بودم، چه میدونم مثلا بغض اینا نداشتم، ولی تو چهره من قشنگ منو دیده بود. ولی که چیزی که جواب داد من همین بود که منم اوکی، من چرا دارم انقدر ناراحت میشم؟ مثلا این پروژه من به نتیجه نرسیده، درسته؟ ولی این پروژه به نتیجه نرسه، هدف اصلی من این چیز دیگه است، درسته؟ من مثلا میخوام آدم آکادمیکی باشم، که آدم آکادمیک قوی باشم، که حالا حتی اینجا هم نشد، این دانشگاه هم نشد، با این که حالا درسته و شد، ولی جای دیگه بتونم خیلی راحت خودم رو جا بدم. و وقتی اون هسته سر جاشه، آدم خیلی راحت تر میتونه با اینجور مسائل کنار بیاد. از آن آدم همیشه این دیده داشته باشه که خروجی چیه، سیستمی که میخوای بذاری به اون خروجی چیه، و از اون مهمتر چرا داریم این کارو میکنیم، چه جور آدمی هستی که داریم این کارو میکنیم. اگه اون آدم سر جاش باشه، آدم خیلی راحت میتونه مسیر رو عوض بکنه. دوران تاریک به نظر من همیشه قاعده کلی اینه، چند روز آف، یه مدت آف، اصلا خودتو کامل استراحت بده، برگرد فکر بکن و برگرد به هسته اصلی قضیه فکر کن. میگه اوکی این نشد، مسیر بعدی چی؟ چیکار من باید بکنم که این اتفاق بیفته و به اون هدفی که در نهایت برای من مهمه میرسم. این هدف کوچیک شاید خیلی مهم نباشه، حتی کسی که داره استارتاپ کار میکنه برایش هدف اینقدر مهم نیست که این یه کمپانی که داره، یه ایده ای که داره به نتیجه برسه، برایش مهمه که مثلا آزادی مثلا مالی داشته باشه، درسته؟ مثلا برایش مهمه که یه سری کارهای ریسکی بکنه، یه سری تغییرات مثلا مثبت تو زندگی مردم ایجاد بکنه، چیزای اینا برایش مهمه. ما آدمی که به اون مسیر هستیم، به نظر من همچنان مسیر خوبی هست. انقدر عالی بود، اصلا یاد نرم سال بعدی چیه. این چرایی فوق‌العاده محو صحبت میشه. آره واقعا اون چرایی فوق‌العاده است، و اینکه ما یادمون نره خیلی خوبه تو ناامیدیا. آره به نظر من همیشه این چی شد، چرا که این شد، چه اتفاق افتاد که این شد، و اون من چیو میخوام، به چه نتیجه میخوام برسم، همیشه چند تا چیز مختلف هست. و خیلی راحت خود من و آدم ها خیلی راحت این را با هم قاطی میکنن، و این خیلی مهمه که آدم اون هویتش رو بدونه چیه دیگه. مثلا هویتش اینه که من آدمی ام که مثلا آدمی که میخوام آدم سالم باشم، اون هویت منه. خب حالا این که مثلا من به این چیز خیلی، حالا بنگنم به اون وزن کم کردن اینا، به این یه هدف خیلی کوچیکیه. اصلیت هویت منه که من میخوام آدم سالمی باشم، این مهمه. خب چرا من میخوام وزن کنم مثلا چرا میخوام مسافرت برم؟ برای اینکه من ذاتا آدم ریسک پذیری ام، دوست دارم چیزای جدید مثلا تجربه بکنم. اینه که هویت مهمه. حالا اون چیزای بیرون همه چیزای به نظر من یه سری خروجیای خیلی موقتن، موضعیان. فوق‌العاده بود، من انقدر از این پاسخ خوشم اومده اصلا نمیتونم برم سال بعد. نکته نداری؟ نه ممنون مرسی. یکی از دوستان نوشتن که دلم نمیاد این گفته بود تموم بشه. خیلی ممنونم واقعا، دست شما. مرسی. اگه بخواید 3 تا نقطه قوت خودتون رو بگین، به چیا میتونید اشاره کنید؟ نقطه قوت من از من نمید بپرسیم. من نمیتونم در این مورد کنم تمام بزنم، نمیدونم آخستنم واقعا. اوکی اینه بذاریم بگم چیزایی که من کمک کرده و میتونه نقطه قوت برای خیلی باشه و میتونن این کارو بکنن. به نظرم مهم، یکم مهمترین چیزاش که خیلی ساده است، اینه که آدم نیمه پر لیوانو دیدنه تو زندگی. این خیلی، و این یه چیزیه که عادتیه که آدم میتونه بهش خودش تعلیم بده. خیلی هر چیزی همیشه از دید منفیش دید، هم از دید مثبتش دید، ولی از دید مثبت دیدن همیشه با آدم اون انرژی رو میده که آدم ادامه بده، بتونه کارهای دیگه بکنه. مثبت برخورد مثبت به زندگی داشتن به نظر من خیلی مهمه. حتی هر اتفاق بدی میفته، بالاخره آدم میتونه راحت یه چیز خوب توش پیدا بکنه، همیشه دنبال چیز خوب باشه. من سعی کردم اینجوری باشم، و از کسی هم که خیلی در این زمینه واقعا الگوی من بوده، از جمله خیلی زیاد دیگه، پدرم. یعنی ماشاءالله دید مثبتی که به زندگی دارن من اصلا تو کسی دیگه ندیدم. این خیلی مهمه به نظر من، خیلی باعث میشه آدم هی با آدم اون سوختو میده که ادامه بده. به نظر شاید خیلی کلیشه بیاد،
همیشه یه آرزو داشته باشی، یعنی همیشه هدف بزرگ داشته باشی که خیلی بزرگ باشه، چون باعث میشه آدم اینو داشته باشه، باعث میشه که آدم هی بخواد حرکت کنه. هی من از ثابت بودن خیلی خوشم نمیاد، فکر کنم خیلی کم کسی باشه خوشش بیاد، ولی آدم یه هدف بزرگ داشته باشه هی باعث میشه که در حال حرکت باشه. آره نام پدرتون آوردین، الان میبینن گفتگو رو؟ امیدوارم ببینن، ولی مطمئنم براشون ویدیوشو میفرستم چون دوست دارن اینو ببینن ویدیوها رو. اگه یه جمله بخواین الان بهشون بگید همینجا روبرو دوربین، چی بهشون میگی؟ ما یه چیز خوب اینه که خیلی وقتا لازم به صحبت نیست، واقعا این سری چیزا خیلی منتقل میشه، ولی من از جانب خودم و کل خانوادم حرف میزنم که بالاخره همه چیزایی که پیشرفته فکر کنم واقعا مثل یه چی میگن این فانوس دریایی هست که آدم مثلا این وقتا کشتی یا مثلا گم میشن، مثلا اون آدم فانوس رو میبینه مثلا میتونه پیگیری بکنه، واقعا یه همچین رولی داشتم. حالا ممنون که پرسیدین سوال از من، که بهشون میگم واقعا این همیشه بوده، حالا هم برای من هم برای دور و بریا، و امیدوارم همچین رولی خود منم بتونم برای کس دیگه بازی بکنم، ولی خیلی سخته. خیلی ممنون واقعا. من به نقاط قوتتون یه دونه اضافه میکنم، تواضع و بخشندگیتون. ممنون، مرسی. انقدر علاقه دارید به هموطناتون کمک کنید و تجربیاتتون رو به اشتراک بذارید، این کار خیلی بزرگه حامد جان. من به نمایندگی همه از شما تشکر میکنم. ممنون، متشکرم. من اون پولی که بهتون دادم حالا براتون میدم. ممنونم. و واقعا هم شما مصاحبه‌گر خیلی خیلی خوبی هست. مرسی. مرسی. باعث افتخارم از شما تایید گرفت. بگید اگه نکته هست. نه حس کردم میخواین از من تعریف کنید، حیف اگه میخواست. آره حالا بقیهش بذارم بعدا. چوکم فان گفتم جلو بریم. درست. تعریف شما از خوشبختی چیه؟ میگم مصاحبه‌گر خوبی هست. خیلی جواب مشخصی برای این دارم، برای شخص خود من. اوکی، بذار پس بگم چیزی که می‌خواستم بگم. خیلی مصاحبه‌گر خوبی هستیم. سوالای خیلی عمیق و خوب می‌کنیم. من نمیگم این اتفاق نمی‌افته، همه این کارش می‌کنم، ولی خیلی خوبه که آدمم بتونین جواب بدون فیلتر رو در بیارین از یکی، می‌دونین؟ چون بالاخره منم دارم حرف می‌زنم، مثلا فکر می‌کنم خب الان چند نفر دارن نگاه می‌کنن، ببینم چه جوابی خوب شد. نمی‌گم الان اینجوری می‌کنم یا مهمون قبلتون این کارو کردن، بالاخره تو ذهن آدم هست که مثلا خب این وجه رو نگه داره، مثلا ممکنه بعضی جواب با فیلتر بیاد بیرون، در حالی که اصلا هدف این چیزی نیست که فیلتر نداشته باشه، ولی به هر حال آدم به این موضوع فکر می‌کنه. شما آقای چیزو می‌شناسی؟ شان اونزو. آقای کی؟ شان اونز. اصلا آدم بیزنس معروفی نیست، شخصیت یوتیوبه. او پس میرم می‌بینمش. آره آره، یه مصاحبه‌گر خیلی خوبیه، خیلی سنش هم مثل شماست مشاله، یه 7-8 سالی از من جوان‌تره و خیلی از آدمای سلبریتی‌های خیلی معروف پولدارتره. تمام پولش هم روی یوتیوب اینترویو اینا درآورده و از اون طریق درآورده و خیلی هم آدمای گردن کلفتی رو اینترویو می‌کنه، سلبریتی‌ها رو. نکته‌ای که داره اینه، سیکرتش اینه، دو تاست. یکی اینکه سوالای خیلی خوب عمیق می‌پرسه و سوالاش هم آدم با آدم فرق می‌کنه، دقیقاً همین کاری که شما می‌کنید. یک چیز نکته دومش اینه که خیلی جالبه، اینه که میتونه جوابایی بدون فیلتر در بیاره از آدم، جوابایی که واقعا میشناسن. میدونی چیکار میکنه؟ ایلان ماسک آورده بود دیگه، ایلان ماسک آورده بود دیگه، درسته؟ اون نه نه، اون جو روگانه. اون یکی دیگه. آره اون یکی دیگه است. نه اون یکی دیگه، این کریس اونز، شان اونز، سوری. نه شان اونز کار بامزه میکنه، برای اینکه ذهنت خوب در بیاره به آدما بال مرغ میده بخورن، خب ولی بال مرغا رو تند میکنه. خب 10 تا سس تند داره، سس اولش مثل تابسکو سس، سس تند عادیه، سس آخرش که میرسه 500 تا 1000 برابر از سس اول تندتره. خب این ایدهش چیه؟ میگه وقتی میخورین ذهنتون قاطی، یعنی ذهنتون وقتی
داره درد میکشه از این چیزا، واقعا درسته دیگه، بهش فکر نمیکنه که جوابو فیلتر کنه، جواب درست میده. واقعا آدمایی هم که میان سرش همین جوری هن. آره یعنی سم فیلتر جواب خیلی خوب میدن. این آقا ایدهش هم از یه بابای دیگه گرفته، یه کسیه که حالا داریم میمونه جدا میشه، من خیلی سری دو دقیقه بگم اینم چون خیلی داستان جالبی داره. یه آقای دانمارکیه فکر کنم، اسمش نمیدونم چیه ولی لقبش بهش میگن چیلی کلاس. این آقا چیلی کلاس میگه که از مامانش اینو شنیده که میگه که شما یه سیاستمدار هر کاری بگی میکنه بجز این که جلوی مردم گریه کنه. میگه هیچ وقت سیاستمدار نمیاد جلوی مردم گریه کنه، چون اون وجهش انگار اون اباحتش میریزه. بعد میگه مامان من همیشه اعتقاد داشت یه کاری بکنه که یه سیاستمدار گریه بکنه جلوی دوربین، جلو مردم، هر اقراری بخوای میتونی ازش بگیری. حتی این در مورد سیاستمدارای شمال اروپا برقرار آورد، یه سری سیاستمدار ممکن حالا با گریه رابطه بهتری داشته باشه. به هر حال صحبتش این بوده و این کاری که میکنه اینه که سیاستمدار میاره بهشون فلفل میده، اینا میخورن فلفل خیلی تند، اینا سر برنامه این گریه کردن، حالا ببخشید بالا آوردن همه چی. وقتی سیاستمدار کارش به اونجا میرسه دیگه هیچ فیلتری نداره، خیلی راحت میتونه باهاش صحبت کنه. حالا به هر حال این همه گفتم، بعد نیست شما یه بگی ما یه فلفل بیاریم بخوریم و جواب سوال رو تون تون اونجوری بده. حالا جدا شیم، سوال چی بود؟ آها، خوشبختی. آره این برای من خیلی جواب، خیلی جواب واضحی داره. تصور کنید همه چی تونده تو دهنتون، حالا جواب. آره من این آخه این جواب خیلی خوب برای این داره. خوب که این جواب کامل دقیق براش دارم، چون در عرض 2-3 سال اخیر این قضیه برای من دیگه یقینا درست شده. برای من به شخصه خوشبختی یعنی آرامش درون، خیلی برای من راحته. اون حالتی که آدم چون حالت آرامش درون باشه واقعا یه خوشحالی میده که حالا نمیخوام بگم من کامل دارمش، ولی من وقتایی بوده که خیلی داشتم، وقتایی بوده که یکم از دست رفته، واقعا فرقشو دیدم به خودم. وقتی اون آرامش درون، و آرامش درون هم آدم به آدم فرق میکنه، یه خوبیش همینه، برای کسی رابطه با خانوادهش خیلی مهمه، یعنی اون رابطه حفظ بشه اون آرامش درون رو داره دیگه، واقعا خیلی کم میشه. برای یه کسی رابطه کاریش مهمه، مثلا تو کارش موفق بشه اون آرامش درون رو داره، هر کی چیز خودش رو داره. ولی برای من آرامش درون وقتی پیش میاد خیلی خوبه، چون واقعا دیگه تابع حرفای بقیه نیسته. یعنی هر کی هر چقدر بگه این کاری که داری میکنی اشتباهه یا مثلا چرا این کاری کردی، وقتی آدم اون انگار یه قطنمای داخل خودشه، وقتی قط همه میگن این مسیر شمال نیست، وقتی قطنمات بهت میگن اینجا شماله، خیلی حس خوبیه، چون آدم میدونه که این مسیری که داره میره مسیری که واقعا باید بره و درسته به نظر قطنمای آدم خراب شده باشه این چیز دیگه است، ولی اون حالت آرامش درونه که باشه. برای من اخیرا فهمیدم که هیچ چیزی رو دیگه با این عوض نمی کنم. یعنی یه موضوعی بخواد پیش بیاد، یه مسئله بخواد پیش بیاد که اون آرامش درونی از من بگیره، برای من این قابل ترید کردن نیست، هیچ قیمتی روش نمیشه بذاشت. پاسخ عمیق و فوق‌العاده عالی بود، بدون فلفل هم بودم. آره بدون فلفل بود. آره واقعا مرسی. آره این اینترویوهت یه سری چیزا که داره حامد جان، اینه که من اون اوایل خیلی پاسخ که میشنیدم، من کلن رو گوش لرنینگم رو گوش میشنیدم، یه ها قفل میشدم که عجب جمله خوبی بود، داشتم تحلیل میکردم. الان خیلی جلوی خودم میگیرم که مثلا نه مثلا این مثلا دیپ نشو برو سم بعدی، ولی واقعا پاسخ عالی بود، آرامش درون. خیلی هم کار خوبی داریم میکنیم، به نظرم که بهترین کارها شما داری انجام میدیم. من خودم حالا اصلا خودم توی رابطه نمیذارم، ولی با آدم های خیلی خوب خیلی موفق شما داری صحبت میکنی و از هر کی هم کافیه به نظر من یک سنیپت آدم یه چیز جالب بشنوه رو هم که بذاره یه دریایی از خلاصه آگاهی و دانش خیلی خوب به آدم میده و این خیلی چیز خوبیه. آره خوشا به حال شما، واقعا باعث افتخار من. حالا اگه نکته دارین میخوایم بگین که من ادامه بدم. من ندیگه انشالله خیلی خوب داری ادامه میدیاری. من زمانی که این اینترویو رو شروع کردم حامد جان، حالا خیلی ها بهم میگفتن که چرا از داخل ایران دوستایی رو نمیاری، و خیلی ها میگن بهم چون من حالا خودم ایرانم،
چرا از خارج از ایران میارید اینا، دلیلش این بود که چون کسایی که تو ایرانن ماشاءالله رسانه زیاد دارن، من خودم تو ایران کارآفرینم، یعنی کارمند دارم، شرکت دارم، رسانه تو ایران زیاده واسه اینکه آدم بخواد خودش رو معرفی کنه، از تلویزیون، رادیو، مجله، خبرگزاری، همه چیز وجود داره. ولی واقعا ما یه نقطه فراموش شده داریم، نخبه‌ای که از ایران رفتن و رهاشون کردیم و به جای این هی میریم دنبال منتورها و در واقع کسایی که موفقن و حالا یه مسیر خوبی رو رفتن و چشم آبین و وایتن و اینا و میریم دنبال اونها ناخواسته. و من واقعا همه هدفم اینه که ما بتونیم از یه نفر که هم زبانمونه، تو سیستم ما بزرگ شده، دانشگاه ما رو رفته، کنکور رو داده، مثلا از اینا بتونیم سوالامون رو جواب بگیریم. مثلا هدف من واقعا همینه، سانسور نشدن مثلا پاسخم برای من خیلی مهمه که مثلا بدون فیلتر بیاد بیرون. خیلی خیلی درسته میگی و به نظرم مسئله خیلی مهمیه و خیلی جالبه که شما این موضوع رو بهش پی بردی. اصلا بحث نه اینکه هر کسی یه چیز برای هر کسی یه چیز داره که با آدم یاد بده، به نظر من خیلی مهمه. بیل نای یه آدم اینجا خیلی معروفه تو کارهای ساینس و اینا، همیشه میگه من کسی ندیدم که یه چیز من یاد نداده باشه. آدم همیشه باید چیزا رو از آدمای مختلف بگیره. منتها یه سری مسائل هست، ما مثلا ایرانی که میگم، حالا بحث توی خاک بودن و اینا به نظر من انقدر حالا چیز نیست، حتی بحث زبان انقدر چیز نیست، بحث کالچره. وقتی که ما کالچر همو داریم، یه مقداری خیلی خوب میتونیم هم با هم ارتباط برقرار کنیم، هم یه سری چیزهای همو میتونیم بفهمیم و خیلی خوب هم میتونیم به هم منتقل بکنیم. این خیلی مهمه به نظر من و واقعا خیلی خوبه که شما این موضوع داری تاکید میکنی. مثلا یه بازیگری هست، دنزل واشنگتن، نمیدونم میشناسی یا نه، خیلی بازیگر خیلی خوبه. یه بار یه مصاحبه داشت که داشت حرف میزد، میگفتش که این در مورد فیلم در مورد سیاه‌پوستا بود و دنزل واشنگتن گفته بود که بهتره یه کارگردان سیاه باشه. بعد یه مصاحبه‌گر مثلا به خیال خودش مچ اینو گرفته بود، میگه خودت چرا میگی چه فرق سیاه با سفید داره، چرا یه کارگردان سفید نمیتونه این کارو بکنه؟ میگفت نمیگیره موضوع رو، بحث رنگ پوست نیست، بحث کالچره. گفت یه کارگردان سیاه‌پوست این فیلم در مورد سیاه‌پوست است، فهمیده، خودش تو اون چه زندگی کرده، تمام صحنه به صحنه جز زندگیش بوده، میدونه اینا چه جوری باید کارگردانی بکنه. میگفت مثلا فیلم شیندلرز لیست رو مثلا شما به یه کارگردان غیر یهودی هم میدادی، میتونست خیلی کار خوبی بکنه، ولی یه کارگردان یهودیه که تو اون شرایط شاید چیز بوده و به خاطر کالچری که داره خیلی خوب میتونه درک بکنه. حالا از چه جدا نشیم، این صحبت شما کاملا درسته. من نه اینکه بگم حالا مثلا ما ایرانی‌ها خیلی چیز خاصی هستیم یا حالا چیز، هر کی یه چیزی داره برای گفتن، ولی اینکه یه کالچر یکی داریم خب میتونه خیلی مفید باشه، مثلا در مورد اطلاع آگاهی میتونه خیلی انتقال کردن آگاهی میتونه خیلی خوب باشه. ممنون. شما منتوری داشتید که فارس ایرانی باشه زمانی که مهاجرت کردین، مثلا تو همون 24-25 سالگی؟ من خوشبختانه یه چیزی که داشتم اینه که آدمای خوبی دور و بر من همیشه بودن، منتور که بله، حالا علاوه بر من، حالا خانواده، پدر من خیلی مهم بود، برادر من خیلی شخصیت مهمی تو زندگی من، خواهر من همینطور، همه مادر، خانواده به کنار، من همیشه یه چیز توصیه که من به خیلی، حالا شما نپرسیدید، ولی توصیه که من به خیلی میکنم اینه که جوونا تا میتونن منتور بگیرن و لازم به نظرم آدم منتور داشتن خیلی قسمت، آدم کوچای خوب داشته باشه و لازم نیست شما یه منتور داشته باشین. یه منتور میتونه داشته باشین در مورد چیزای ورزشی، یه منتور میتونه داشته باشین در مورد چیزای کاری، یه منتور داشته باشین در مورد چیزای شخصی. منتور داشتن خیلی مهمه، یه کسی که بدون فیلتر خیلی حاضر بشه تجربیات خودش رو در اختیارتون بذاره، به نظر من خیلی خیلی چیز مهمی هست. من تو مراحل مختلف زندگی منتور زیاد داشتم، اینو میتونم بگم و خیلی خوب میتونم، یعنی خارج از چیز، حالا وارد جزئیات نمیشم، من حتی همون المپیاد ریاضی دوره ما من منتور داشتم، همین کسی که اسم دوستمون احسان بود، احسانی که منو معرفی کرد به رشته صنایع، یه جورای منتور من بود یه مدت تو زندگی من. دانشگاه یه سری استاد منتور من بودن، اومدم خارج آمریکا منتور داشتم و این خیلی چیز خوبیه. این خیلی مهمه که آدم بدونه که آقا من لازم نیست همه چیزو بدونم و خیلی اوکیه که همه چیزو ندونم و قطعا همه چیزو نمیدونم. آدم بهتر از کسای دیگه‌ای که یه مسیری رو طی کردن دانش بگیره. من لزوما نمیگم من هر چی که اونا میگن انجام میدم، من تو اصولا
به خود من شاید یکی دوم هم برخورد داشته باشن میگن آدم تخسیه مثلا، اون شاید اصطلاح درست نباشه، ولی مظنونه که مسیر خودم انتخاب میکنم پیش میرم، ولی آگاهی داشتن خیلی مهمه. مسیرتون رو انتخاب کنین، تصمیمتون رو خودتون بگیرین، ولی تا میتونین آگاهی بگیرین، از چیزهای مختلف آگاهی بگیرین. دانش آدم کسب کنه خیلی خوبه و منتور برای همچین چیزی خیلی خیلی خوبه، چون ممکنه یه دیدی بهتون بگه که اصلا نداشته باشین و با اون دید بتونین تصمیم بهتری بگیرین. خیلی عالی بود، خیلی نکته خوبی بود، ممنونم. ما به سال پایانی داریم نزدیک میشیم، البته سیر نمیشیم، ولی میدونم هم که وقت شما محدوده، ولی خب انشالله بتونیم تو لایوهای بعدتر مجدد سوالایی رو از شما بپرسیم و از تجربیاتتون استفاده کنیم. اگر بخواین نصیحت کنید، حالا تقریبا یک کمیشو تو قبل گفتیم، به جوانای دهه 20 و بخواین نصیحت کنیم به جوانای دهه 30 که یک سری مهارت رو تو خودشون تقویت کنند که راحت‌تر به اهدافشون برسن، واسه هر دهه چه نصیحتی دارین؟ حالا دوباره تکراری میشه، ولی الان بر حرفایی قبلا زدم، به نظر من همین داشتن منتور خیلی میتونه مهم باشه. اگه هیچ ایرادی نداره، دنبال آدمایی باشین که یه سری کارا یه سری مسائل خوب رفتن، دنبال یه سری آدم، لازم نیست حتما طرف الگوی همه چیز زندگیت باشه، ولی یه کسی یه کار خوبی کرده، آدم به نظرم خوب باشه در تماس باشه، بهش بگه من حتی حاضرم بیام برات منجانی کار کنم، یا من حاضرم برات بیام این کار بکنم، ولی فقط میخوام رول منتور رو برام صرف کنی، یه سری از آگاهیات میخوام استفاده بکنم. کاملا چیز اوکیه، خیلی آدمای منطقه همه حاضرن این کارو بکنن براتون. به نظر من منتور داشتن واقعا مهمه، چون خیلی دیدای خوبی به آدم میده. توی انگلیسی یه ضرب المثلی هست که میگن it's not what you know it's who you know، میگن آدمایی، حالا یه جوری بشه حالا پارافریزش کنم، آدمایی موفقن نه به خاطر چیزایی که میدونن، به خاطر کسایی که میشناسن. و این رابطه تو همه چیز زندگی هم برقراره، مثلا تو کسایی که استارتاپ هم هستن، حالا صحبتش قبلا شده، انقدر ایده محصول مهم نیست که با چه کسایی کار میکنن بعضا چیز موفقیت میشه. خلاصه تا میشه دور و بر خودش آدم با آدمهای کالیبر بالا و آدمهای کوالیتی بالا پر بکنه و از اونا فقط بودن کنارشون خیلی با آدم یه سری چیزا رو یاد میده. این به نظر من چیز خیلی مهمی است. عالی. اگه نکته نیست برم سال بعد. نه. من نگرانم شد. ماشاءالله اصلا فلای کردم. مثلا باور نمیشدم دارم نگاه کنم 2 ساعت گذشته. خیلی جالب. مرسی. اگر بخواین یه موضوعی رو بگین که تو آینده توی تخصص و رشته شما تغییرات بزرگی توش ایجاد میشه، چه موضوعی هست؟ تغییرات بزرگ. نکته خیلی خوبیه. به نظر من حالا خب به نظر من رول همین بحث هوش مصنوعی اینا تو فیلد من داریم صحبت میکنیم، تو فیلد چیزای من به نظر من رول هوش مصنوعی خیلی رول بزرگی خواهد بود. بلاکچین البته حالا یه مقداری الان شاید بشه این موضوع صحبت کنم، بس کریپتوکرنسی من نمیگم، اصلا کریپتوکرنسی و بیت کوین اینا اصلا ازش جداست، من باهاش کاری ندارم، ولی ایده پشتش که ایده بلاک چینه ایده جالبیه، چون یه مسئله تکنیکال میخواد بیاد حل بکنه و با دید تکنیکال داره به قضیه نگاه میکنه و خیلی هم توش تحقیقات خوبم داره انجام میشه. به نظر من در آینده میتونه چیز بزرگی باشه، پتانسیل بزرگی میتونه داشته باشه. این دوتا روی هم، بحث هوش مصنوعی و بحث بلاکچین، به نظر من آینده رو خیلی میتونن چیز بکنن، تحت تاثیر خودشون بذارن، به این دلیلی که فقط سمتی که داره میریم سمتیه که همه چی داره داده میشه، یعنی ما هر کاری که داریم میکنیم داره ضبط میشه و داداش داره یه جوری ذخیره میشه و بیرون وجود داره و از این داده ها هی آدما، کمپانیا، شرکت ها هی دارن استفاده های بهتر و بهتر میکنن و به نفع خودشون از این موضوع استفاده میکنن. این مسیریه که به نظر من حالا ادامه خواهد داشت تا یه مدت زیادی. حالا این چیزیه که تو زمینه کاری خود من به نظر من خیلی مهم است، به نظرم جا برای کارم خیلی خیلی زیاد وجود داره. یه خوبی اینا اینه که واقعا یه جور دریاییه که تمام نشدنیه، شما هرچی داده بیشتر داشته باشی میتونی کارهای بیشتری بکنی. چه عالی و خوب.
دیگه نکته در مورد این موضوع نداریم برم سال آخر؟ نه سال آخر شد. خیلی خوب، مرسی از شما. ممنون میشم که یک کتاب، پادکست، فیلم و سریال مورد علاقتون رو به ما بگید. اوکی. این خیلی چیز میشه. نمیشه. اوکی، سوال. خب از پادکست بگم چون پادکست خیلی جالبیه. من سه تا پادکست رو چیزم هست، همیشه هم هر وقت بیکار میشم گوش میدم، هر سه تاش خیلی توصیه میکنم. یکیش خیلی معروفه ولی اتفاقا محبوب من اونی که معروف نیست، یه پادکستیه به اسم اینویزیبیلیا، حالا میدونم چه اینیه، این چیزهای نامرئی، مال NPR. خیلی پادکست جالبیه در مورد فورس ها، عواملیه که مرئی نیستن، به قول خودش نامرئیه، مثلا تأثیر انگیزه آدم رو کارها، چیزهای خیلی مختلف و خیلی جالب. یه اپیزود مثلا داشتن در مورد نقش ترس، فیر، مثلا ترس چی هستن تو آدم ها. یه خانمی آورده بودن که این خانم اصلا احساس ترس نداره، بعد اصلا کلن یه اپیزود در این مورد داشتن. خیلی اپیزودهای جالب زیاد ده، حالا خیلی میشه وارد شد که من چیزش نمی کنم. اینویزیبیلیا رو من خیلی توصیه میکنم. یه پادکست خیلی معروفه که مخصوصا کسایی که خیلی بیزنس دوست دارن، استارتاپ اینا خیلی چی میکنن، آقای گای راز هست، یه پادکست داره به اسم How I Built This، چجوری من اینو ساختم، که میره تمام با آدم هایی که این کمپانی های بعضا خیلی موفق، بعضا نمیده شده و خیلی بزرگ و اینا، نه با اونا صحبت میکنه. خیلی هم آدم واردیه، ریپورتر خیلی خوبیه، باشون صحبت میکنه، داستان زندگیشون اینجوری در میره، دقیقا همیشه بیگه کاری که شما میکنی. هوای بیلتس هم خیلی توصیه میکنم. پادکست سوم که اولین چیزی بود که من شروع کرد به پادکست انداختن و خیلی گوش میکنم، یه پادکست خیلی کمتر از این هست به اسم پلانت مانی، یعنی کره پول، که مسائل اقتصادی و فاینانشال و به طور خاص چیزای اقتصادی خیلی به زبون خوب میاد توضیح میده. همیشه هم مسائل روزه، اواخر مثلا در مورد قضیه جنگ اوکراین داشتن صحبت میکردن، الان دارن در مورد قضیه بالاخره بحثای اینفلیشن و اینایی که هست صحبت میکنن. این سه تا پادکستیه که من دارم، اون دوتا اینویزیبیلیا و هاو بیلتس یکم حالت داستان تره، پلنت مالی یکم کمتر اونجوری. آره اینا چیزایی که من توصیه میکنم. فیلم اصلا دنیاییه. من خب فیلم دوست دارم نگاه کنم، خیلی میتونم حرف بزنم، ولی کارهای آقای مارتین سکورسیزی رو خیلی دوست دارم، مارتین سکورسیزی کارهای وز اندرسون رو خیلی دوست دارم، کارهای تارانتینو رو خیلی دوست دارم، کارهای کریس نولان رو دوست دارم، دیوید فینچر رو دوست دارم، وودی آلن رو دوست دارم، اینگمار برگمن رو دوست دارم، خلاصه آدم زیاد هست. دیگه چی بود؟ آه کتاب. کتاب من خیلی قبلا کتابای مختلف میخوندم، متاسفانه اخیرا خیلی اینجوری شده که کتابایی میخونم که یه جورایی ربط به کار داشته باشه. تو این زمینه کتاب خیلی جالبه به اسم Thinking Fast and Slow، چجوری آدم سریع و آروم فکر بکنه، خیلی کتاب جالبیه. نویسنده کتاب جایزه نوبل اقتصاد برده تو زمینه اقتصاد، Behavioral Economics. خیلی کتاب جالبه در مورد تصمیم گیری آدم هست. مثلا آدم ها یه سری تصمیم خیلی سریع میگیرن، شما مثلا وقتی رانندگی میکنی یه کسی میپره جلو ماشین اصلا بهش فکر نمیکنی، سریع فرمون رو میگیری، درسته؟ ذهنتی تصمیم میگیری اصلا بهش فکر نمیکنی، یا پاتی سریع میزنی رو ترمز، فکر کردن نمیخواد. در حالی که من یه معادله ریاضی بذارم جلو آدم، باید فوکوس کنه، باید تمام ذهن آدم، نورونای آدم اصلا شروع میکنن فعال شدن. خیلی جالبه که داره به این میگه که آدم‌ها ذهنشون یاد گرفته یه سری تصمیم رو سریع بگیره، یه سری تصمیم رو نباید روش فکر بکنه و چه جوری. خیلی کتاب جالبیه چون آدم یه سری تصمیم رو وقتی سریع میگیره ممکنه خیلی اشتباه انجام بدی، در حالی که رو مسائل تومنین با وقت بیشتر بذاری میتونی تصمیم بهتر بگیری، ولی خب ذهن فرصتی نداره رو هر مسئله خیلی بخواد وقت بذاره. در این موارد صحبت میکنه، ولی یکم کتاب سختیه، سنگینیه برای کسایی که دوستان کتاب سنگین نخونن یه جوری، ولی در این زمینه ها باشه. یه کتابی بود به اسم Psychology of Judgment and Decision Making که میشه روانشناسی جاجمنت و تصمیم گیری، اینم کتاب خوبیه، اون خیلی به زبان ساده تره، ولی یه جوری در همین زمینه هاست که
بحث روانشناسی تصمیم گیری اینا رو نگاه میکنه. تمام، خب خیلی عالی، مرسی. میکروفون در اختیار شما برای جمع‌بندی نهایی. ممنون، مرسی، واقعا همه صحبت رو کردی، خیلی خوشحال شدم از دیدار شما، مخصوصا میگم بعد از یک سال بود ما این مدت بیش از یک سال بود اینا برنامه داشتیم میریختیم، خیلی خوشحال شدم که بالاخره انجام دادیم و با فالوورهای شما آشنا شدیم. حافظی ندارم، فقط میگم اگه من جواب کسی ندادم امیدوارم کسی برداشت بد نکنه، مقداری خیلی سرشلوغ بوده، خیلی دوستان در طولانی مدت خلاصه با خیلی در ارتباط باشیم، هم از جمله با شما، چه لایف های بعدی چه ارتباط های خودمون. حتما، باعث افتخارم، بازم ممنون که دعوت منو پذیرفتین و تو این شلوغی ها وقت گذاشتید حامد جان. ممنون، مرسی، خیلی خیلی خوشحال شدیم، شبتون هم بخیر، میرم که داره دیر میشه. مرسی، شب روز خدا حفظ، شب همگی بخیر. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم، امیدوارم که نکات خوبی رو از این مصاحبه دریافت کرده باشید. ممنون میشم اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد یا هر موضوعی در مورد این گفتگو دارید از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارید و همچنین اگر این گفتگو براتون مثمر بوده با دوستاتون و عزیزاتون به اشتراک بذارید. شب و روزتون بخیر، سپاسگزارم.